کرده و همراه با دیگری. 670 AM KIRN Simi Valley, Los Angeles, 95.5 FM HD3. صبحانه با هما سرشار. یاران مهرامیسترین درودهای من را بپذیرید. امروز شنبه 11 ماه می سال 2019 میلادی برابر با 21 اردیبهشت ماه 1398 خورشیدی است. من هما سرشار هستم و سرافراز خرسند که در بامداد این نخستین روز تعطیل آخر هفته از این ساعت تا ساعت 10 بامداد در رادیو ایران KIRN 670 AM همراه با فرشاد بلندیان کارگردان فنی برنامه با شما خواهیم. این برنامه برای علاقمندان شمشب از ساعت 12 نیمه شب تا 2 بامداد تکرار خواهد شد و پس از آن روی سامانه شخصی من homasarshar.com، فیسبوک، یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام هم آرشیو می شود و شما میتونید هر موقع دوست داشتید این برنامه رو گوش کنید. خب بفرمایید سر میز صبحانه چایو بریزید و با ما باشید که برنامه مفصلی براتون تدارک دیدیم مثل همیشه. خب هفته‌ای که گذشت هفته پرخبری بود در ارتباط به رابطه آمریکا و ایران در جهات مختلف. نخست رئیس جمهور آمریکا آقای پرزیدنت ترامپ با صدور یک فرمان اجرایی بخش فولاد و صنایع مدنی ایران را هم تحریم کرد، فولاد و فلزات هم، و در این فرمان گفته که ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه این صنایع وضع میکنه که بزرگترین منبع درآمد غیر نفتی رژیم این کشور به شمار میره و در دنباله بیانیه خودش گفته رژیم ایران باید به شکل اساسی رفتار خود را تغییر دهد. باز هم مجددن در پشت این فرمان آقای ترامپ اشاره کرد که برجام و این توافقنامه‌ای که به قول او و به گفته او وحشتناک هسته‌ای با ایران باید حتما تغییر داده بشه، عوض بشه، الان قابل اجرا نیست و پس از نشست‌هایی که انجام خواهد شد اگه به توافق برسند نوع دیگری از این توافقنامه رو بین آمریکا و ایران برگزار خواهند کرد. در این حال این تحریم‌های جدید بسیاری واکنش به دنبال خود داشت. در ایران رژیم جمهوری اسلامی به نماینده خودش یعنی وزیر خارجه ایران و همینطور آقای روحانی نخست وزیر رئیس جمهور اعلام کردن که این کار یک مشکل اساسی رو به وجود میاره و در رابطه بین ایران و آمریکا و تاکید کرد که راه امروز ما آقای روحانی راه جنگ نیست، راه دیپلماسی است و این خبر با بیانیه رسمی شورای امنیت ملی اعلام شد و به دنبال آن سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس این شورا آغاز گردید و ایران رسما خروج خودش رو از برخی تعهدات قرارداد اتمی برجام اعلام کرد. در این بیانیه آقای روحانی در مقابله با گفته آقای ترامپ اومده که جمهوری اسلامی در راستای صیانت از امنیت و منافع ملی ایران در اعماق حقوق خود مندرج در بندهای 26 و 36 برجام از امروز 18 اردیبهشت 98 برخی اقدامات خود را در توافق با برجام متوقف خواهد کرد. در کشورهای اروپایی، در فرانسه، در آلمان، در کشور روسیه، در بسیار از نقاط دیگر همینطور در سازمان ملل هم این مسئله مورد بحث قرار گرفته. سفیر ایران در سازمان ملل اعلام کرد که پنجره دیپلماسی بسته نشده. آقای تخت‌روانچی در اظهارات خطاب به شرکای ایران در توافقنامه هسته‌ای برجام گفت هنوز ما منتظر گفتگو هستیم و در گفتگویی هم با تلویزیون‌های آمریکایی حرف خودش رو تکرار کرد. وزیر خارجه ایران هم توییتی رو فرستاد و گفت اتحادیه اروپا باید به وظایفش در چارچوب توافق هسته‌ای عمل کند. خلاصه در بسیاری از کشورها مسئله برجام و اینی که چه تکلیفی باید داشته باشند موضوع روز هست و آخرین خبر این هستش که ایران جمهوری اسلامی گفته تا دو ماه دیگر به اروپا فرصت میده که تصمیمی در این زمینه بگیرن و تصمیم درستی در این زمینه بگیرن و لا
قول معروف هر اون چه دیدی از چشم خودت دیدی که بیشتر آنچه که گفته میشه تهدیدهایی هست که در این زمینه از دو جانب میشنویم، هم از آمریکا و هم از جمهوری اسلامی. اروپا هم در واقع با کند روش کند و یه مقداری پشت گوش انداختن به این مسئله توجهی نمی کنه، نه این طرف رو راضی نگه می داره نه اون طرف رو. هفته های آینده یا اون ضرورالعجلی که جمهوری اسلامی گذاشته، یعنی دو ماه آینده، بالاخره وضع این زمینه روشن خواهد شد و آقای ترامپ و دولت آقای ترامپ نشان خواهند داد که به دنبال عوض کردن رژیم هستند در ایران یا به دنبال مذاکره. البته میشه حد زد که نظرشون چی هست. آقای ترامپ در یکی دو روز پیش اعلام کرد که من مایلم ایرانی ها با من تماس بگیرند و گفت ایرانی ها بسیار تهدیدآمیز بودند و ولی او آماده مذاکره با تهران هست. اعلام هم کردن که کاخ سفید شماره تماس با رئیس جمهور آمریکا را در اختیار سفارت سوئیس گذاشته. سفارت سوئیس حفظ منافع آمریکا رو داره در ایران و اعلام کرده که در صورت تمایل میتونن هر کدام از رهبران یا سردمداران جمهوری اسلامی با ایشون تماس بگیرن. آقای ترامپ در این حال یک اعتراضی هم با آقای جان کری کرده، وزیر امور خارجه دولت آقای اوباما، و گفته که ایشون دائم با مقام های ایرانی در تماس هستند و با این کار قانون لوگان رو نقض کردند و با آنها حرف میزند و میگوید با آقای ترامپ و رژیم آقای ترامپ صحبت نکنند و این در واقع باب پسند و باب میل آقای ترامپ قرار نگرفته و به ایشون بسیار توپیده. آقای جان کری هم در گفتاری گفته که صحبت آقای ترامپ درست نیست و ایشون تماسی با جمهوری اسلامی نداره. در بخش دیگری از جهان در منطقه خلیج فارس اعلام کردند که یک مقامی که نخواست نامش فاش بشه اعلام کرده که در صورت تهدید جدی و رفتارهای نگران کننده ایران، وزارت دفاع این کشور پنتاگون از اعزام بمب‌افکن‌های استراتژیک B-52 و خبر داده و گفته اینها در این منطقه حضور دارن. این اعزام این بمب‌افکن‌ها همراه با ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به خلیج فارس پس از این صورت می‌گیرد که وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که نشانه‌های روشن و تازه‌ای دریافت کرده که ایران و نیروهای نیابتی آن در حال تدارک حمله احتمالی به نیروهای آمریکایی هستند و این 4 بمب افکن مدل B-52 متعلق به آمریکاست و در پایگاه نظامی این کشور در قطر فرود آمده. خبر دیگر این هستش که فرمانده ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مستقر است گفته با توجه به اطلاعات امنیتی که آمریکا در مورد تهدیدهای ایران در اختیار دارد، در صورت لزوم ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن به تنگه هرمز اعزام می‌شود. در منطقه دیگر در اسرائیل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد در یک پیام توییتری که ما قواعد بازی را تغییر دادیم و حماس این را به خوبی درک می‌کند. نتانیاهو افزود این پایان درگیری نیست و دستور دادم نیروهای زرهی و توپخانه در اطراف باریکه غزه باقی بمانند، ولی با وساطت مصر پس از چند روز درگیری در نوار غزه آتش بس برقرار شد. و از طرف دیگر اعلام کردند که رئیس تشکیلات خودروگردان فلسطینی با تایید گزارش‌های اعطای حدود 500,000 دلار دیگر پول از سوی قطر به فلسطینیان از این نمی‌دونشین سپاسگزاری کرد. خبرهای دیگر که بسیار هم زیاد هست و می‌گذاریم برای مورد دیگر. تبریکی داریم برای آقای خسروشاهی مدیر عامل اوبر که اوبر دو روز گذشته وارد بازار سهام شد و عمومی شد، پابلیک شد در واقع. در پی انتشار ویدیوهایی از مراسم روز معلم در برخی مدارس ایران که دانش آموزان را در حال شادی و پایکوبی نشان می‌داد، مقامات جمهوری اسلامی ایران خواهان برخورد با آنچه ابتذال نامیده شده هستند و گفتند که وزیر آموزش و پرورش باید پاسخگو باشد. آقای علی مطهری هم نایب رئیس مجلس شورای اسلامی این خبر را داده و آقای ساسی مانکن که آهنگ ترانه جنتلمن او این روزها خیلی مورد شنیدن قرار گرفته و مورد علاقه بچه‌ها و مخصوصاً دانش آموزان، از آقای علی مطهری انتقاد کرد و گفت او همه کارهای ایران رو گذاشته، همه مشکلات رو گذاشته، حالا اومده به مسئله ترانه جنتلمن تصمیم میگیره و اعلامیه میده.
من او رو به یه چالش میطلبم، اگر که با این آهنگ خود ایشون نرقصید ممنوع بکنه. حالا ما یه بخشش رو گوش بدیم. وقتش بدی لبر و بیبی بودو بودو بگی کمر و هی بیا بیا قرش بده سکسی واسه همه زنگ زدنات مرسی واسه همه پیگیریات مرسی واسه همه کادوات مرسی وای بدنو ببین جون بابا خودتو به لرزون بابا همه میگه ساسی پاشو همه رو برخصون دادا آقامون جنتلمنه جنتلمنه این خانومم عشق من عشق منه آقامون جنتلمنه جنتلمنه این خانومم عشق من عشق خبر. خب در این بخش از برنامه بریم به سراغ یکی از همکاران عزیزمون روزنامه‌نگار و پژوهشگر و همینطور تحلیلگر سیاسی شناخته شده آقای رضا گوهرزاد و از ایشون اطلاعاتی بگیریم در زمینه مسائل و مشکلاتی که در داخل آمریکا بین حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات به وجود آمده و این چالش و در واقع درگیری روز به روز داره زیادتر میشه و آقای گوهرزاد که واقعا در این زمینه اطلاعات خیلی زیادی دارند و همواره در متن خبرهای حزبی آمریکا هستند و در کنفرانسیون هاشون در نشست هاشون و برنامه هاشون شرکت خیلی پیگیرانه‌ای دارن میتونن به ما توضیح بدن که چه میگذره در داخل این دو حزب، چه اتفاقی افتاده، آیا وضع از قبل بدتر شده، آیا چیز تازه است و به ایشون گوش میدیم و از ایشون میآموزیم. آقای رضا گوهرزاد صبح شما بخیر. درود من بر شما خانم سرشار گرامی و شنوندگانتون و سپاس از دعوت برای برنامه. سپاسگزارم که شما محبت کردید و در این برنامه شرکت کردید. به عنوان اولین پرسش میخوام آقای گوهرزاد ازتون بپرسم که آیا این شکاف عمیقی که در درون حزب دموکرات الان به وجود آمده بین تندروهای دست راست، تندروهای دست چپ و میانه روها چیز تازه است و یا اینکه اینجوری بوده، تاریخی است قضیه؟ ببینید همواره در درون حزب این رو شما شاهد این سه جناح هستین، ببینید اینکه جناح راست کمتر توان داره در برابر جناح چپ و جناح میانه رو. برای اینکه جناح راست اگر کسی در جناح راست باشه چرا به طور سنتی در دموکرات باقی مونه؟ میتونه به جناح میانه روی حزب جمهوری خواه بپیونده، کما اینکه شما حتما با این عبارت ریگان دموکرات آشنایی دارید شنوندگانتون و میدونن که این در واقع یک نوع فصلی شد برای این ماجرا که اگر شما در بخشی از مسائل به حزب دموکرات و در بخشی از مسائل به حزب جمهوری خواه باور دارین، در انتخاب خودتون به اون سویی که بیشتر کشش پیدا میکنین لبه 51% دارین میرین. برای همین هستش که اصلا در کل انتخابات در آمریکا و گزینش این که چه کسی رو رئیس جمهور بکنیم چه کسی رو در مجلس بهش رأی بدیم، همیشه این انتخاب نوسانی و ایالت‌های نوسانی و نگرش نوسانی میتونه قدرت اصلی باشه و تعیین کننده باشه. این در درون نه تنها حزب دموکرات، در درون هر دو حزب هست، ولی در حزب دموکرات نمایان‌تره برای اینکه در درون حزب دموکرات این مسئله از راست میتونه به سرعت به سوی حزب جمهوری خواه تمایل پیدا کنه. برای این هم هستش که بخش میانه روی حزب در این سالهای گذشته همواره قدرت رو داشته. حزب بخش میانه روی حزب آقای بیل کلینتون رو انتخاب کرده برای 8 سال، بخش میانه روی حزب حتی آقای اوباما رو انتخاب کرده، برخلاف اینکه تصور میشد که آقای اوباما رو بخش چپ حزب انتخاب کرده. واقعیت این است که بخش چپ تمایل به انتخاب آقای اوباما پیدا کرد، بخش میانه رو بود که اون رو تونست وارد این گود انتخابات بکنه. به این ترتیب این سه درگیری در حزب وجود داره. در انتخاب‌های خیلی حساسش مثل شرایط امروز، یعنی در ماجرای حرکت علیه رئیس جمهور آمریکا، خود به خود بیشتر رخ نشون میده
و چپ میخواد حزب رو به یک سو ببره به سوی استیزا، میانه رو میخواد در مرحله چالش باقی بمونه و بهره از چالش ببره، راست در که تعدادشون خیلی کمتر هم هست در حزب دموکرات نسبت به این دو گرایش دیگر، در سکوت باقی مونده. اینو همواره در حزب دموکرات دیدیم، در حزب جمهوری ها شکل دیگریش دیدیم که ممکن است مجال گفتگو در کنون نباشه، ولی دست کم نیوکان ها رو به یاد داریم که جهان رو به سوی جنگ بردن. اونها هم یه بخشی دیگر از حزب جمهوری خواه میدن. آقای گوهرزاد، این قضیه استیزا که الان شما اشاره کردید که مطرح هست به عنوان یه موضوع، آیا واقعا یک حرکت نمایشی از طرف حزب دموکرات و گروه تندروش، گروه چپش و بعضی از میانه روها که تمایلایی هم نشون میدن و یا اینکه به قول شما چالش هایی را از این بابت میپسندن، آیا در تاریخ آمریکا در احزاب دیگر هم مثلا روزی که آقای کلینتون رو استیضاح کردند، این هم در حزب جمهوری خواه هم چنین بود؟ یعنی یه عده موافق بودن یه عده مخالف بودن؟ قصد من از این سوال اینه که ببینیم، چون این در این هفته های گذشته، حتی یک ماه گذشته، خیلی به این مسائل اشاره میشه با انتقاد که شکاف افتاده در حزب دموکرات. میخوام ببینم درست. این در حزب جمهوری خواه همین چنین است؟ یعنی شما اشاره کردید ولی یکم اینو بازترش بکنید که آیا مثلا برای استیضاح یک رئیس جمهور حزب مخالف همیشه درگیری داره؟ چه اتفاق میفته که موفق میشن بکنن این کارو و چه اتفاق میفته که موفق نمیشن؟ بله، با توجه به دو استیضاحی که همه ماها دست کم سنمون بهش میرسه که بهش بپردازیم، یعنی هم استیضاح نیکسون بله. و هم استیضاح آقای کلینتون، ببینید شرایطی که فراهم شد برای حزب استیضاح کننده شرایط مناسبی بود، یعنی شرایطی بود که در اون به روشنی مشخص بود که فرد روبرو یعنی رئیس جمهور دچار شرایطی است که باید استیضاح کرد. برای این همین هم است که در درون این حزب این مسئله، چه در درون حزب جمهوری خواه برای استیضاح آقای کلینتون سر خانم مانیکا لوینسکی و چه حزب دموکرات سر ماجرای واترگیت، این فشاری که امروز وجود داره وجود داره، یعنی همه چیز روشن بود. و از همه مهمتر در حزب موافق رئیس جمهور هم این تمایلات به یه نوعی حس می شد که بگذاریم از این قضیه عبور کنیم، پیروز یا غیر پیروز از این ماجرا باید عبور کرد. ولی در شرایط کنونی با توجه به تغییراتی که آمریکا در دوران همین قضیه بازرس ویژه آقای مولر داره نسبت به اون دورانی که کنت استار این کار رو کرد، اصلا قوانین عوض شد و قدرت این بازرس ویژه کاهش پیدا کرد، خود به خود می توانستی از اول این حد را بزنی که ماجرا اینقدر کش خواهد آمد که ناکارایی استیضاح رو روی میز گفتگو بگذاره. برای همینم هست که در درون حزب دموکرات دست کم دو جناح، چون جناح راست تقریبا دیده نمیشه، میانه رو و چپ در یک جدال با یکدیگر هستن برای روی آب ماندن، برای زنده ماندن. جناح چپ حزب دموکرات باورش این است که اگر این استیضاح را پیش نگیره و نتونه جلو ببره در انتخابات 2020 مجلس رو از دست خواهد داد. ریاست جمهوری که شکی درش نیست که باورشون بر این است که ممکن است از دست بدن اگر به اون سو پیش نره. میانه روها میگن اگر ما این رو به سوی استیضاح ببریم دست کم یک هدیه قدرتمند گرانبها به رئیس جمهور دادیم که از اون استفاده تبلیغاتی بکنه، برای اینکه زمان زیادی باقی نمانده. دو اینکه مجلس سنا اصلا استیضاح رو کنار خواهد گذاشت و رد خواهد کرد، اصلا مطرح نخواهد کرد. این مسائل دامنگیر حزبه، ولی یک مسئله همیشه قابل پرسشه، آیا به رفع قانون رو به سبب اینکه نمیتوانیم اکنون به اون عمل کنیم باید کنار گذاشت؟ پرسشی است که جناح چپ حزب داره از جناح میانه رو میکنه، میگه اینکه استیضاح رو نکنیم در واقع به آینده و تاریخ و فرزندانمون گفتیم که قانون اساسی آمریکا و امکاناتش که به کنگره داده ناکارایی داره، دنبالش نروید. آقای گوهرزاد، استراتژیشون در مورد این که برای استیضاح به طرف استیضاح پیش برن استراتژی درستی بوده؟ یعنی به صورت یک روش فرسایشی دارن پیش میرن حزب بله. دموکرات، این روش درستی است؟ چون که خب خیلی ها که منتقد این هستن، مخصوصا از طرف حزب جمهوری خواه و طرفداران حزب جمهوری خواه، میگن مملکت به یک توقف یا به یک ایستایی رسیده به خاطر این
روند که حزب دموکرات در پیش گرفته برای استیضاح آقای ترامپ و نمیذارن که کارشون رو انجام بدن. درسته این یا این که کار مملکت داره انجام میشه؟ از یه طرف دیگه البته خب حزب جمهورخواه اعلام میکنه که بیکاری نرخش در 60 سال گذشته به این حد نبوده، نمیدونم وضع مالی خوب شده، وضع اقتصادی خوب شده، مذاکراتشون رو در صحنه جهانی دارن ادامه میدن. پس مملکت متوقف نشده به این بابت. چه جوری دست و پای رئیس جمهور آمریکا رو این روند استیضاح میتونه ببنده و به قول معروف ضرب المثل معروف ما در پوست گردو بذاره؟ ببینید، نخست اینکه همه اینا تبلیغاتی است. رئیس جمهور آمریکا از این میراثی که آقای اوباما براش گذاشت در آستانه 20,000 استاک مارکت رو رها کرد و دستشون داد، یعنی یک قدرت اقتصادی بالا رو هم در دست داشت، خود به خود ارثیه خوبی در دستش داره و بیکاری پایین تر آمده، همه اینا هست و این موفقیت در اقتصاد آمریکا موجب شده که اون بخش میانی آمریکا که اتفاقا به آقای ترامپ رأی دادن، میشیگان و این ایالت‌های دیگه، اکنون بگن که خب رها کن، تموم شد دیگه، بذار این قصه تموم شه. یعنی اون بخش نوسانی و میانی تصمیم گیر است. ولی واقعیت این است که این ماجرای فشاری که بر رئیس جمهور است، نه تنها رئیس جمهور از کارش باز نگذاشته، بلکه دست او رو از نظر تبلیغاتی باز گذاشته که برای 2020ش حرکت بکنه. کار داره انجام میشه، حتی در شرایطی که میدونستن که این مسائل هست، تقاضا برای دیوار رو مطرح کردن. این بحث و جدالی است که بین دو تا حزب وجود داره که آقا بیاین الان به کارهای اصلیمون برسیم، پول سازی برسیم، نمیدونم این مسئله. خب اصلا آیا هیچ بودجه‌ای رو برای ساختن پل بردن به مجلس که مجلس گفته باشه که خب ما چون الان داریم به استیضاح میرسیم اینو لطفا بذاریم کنار؟ نه، همه اینا فقط در عرصه رسانه‌ها و مسائل تبلیغاتی است و هیچ کدوم مانع دیگری نشده. چوب لای چرخ در واقع حرکت رئیس جمهور نگذاشتن. به عکس کنگره هست که همکنون میگه اکنون که ما این قدرت رو داریم، شما قانون اساسی آمریکا رو در یک بحران گذاشتین و این بحرانی که شما ایجاد کردین که هیچ کس پاسخگو نباشه، و وقتی آمریکا میگه رئیس جمهور و مجلس قدرتشون دو قوه با هم برابره، شما دارین با صدهایی که در برابر اجرای قانون قرار میدین مجلس رو از به صورت ناکارایی میبرین، و اتفاقا این استدلال بین دو طرف در حال حرکت هست. خب چه پیشبینی میکنید شما؟ البته پیشبینی کردم نباید از یک تحلیلگر خاص که پیشبینی بکنید. چه چگونه میبینید آیندهی که در پیشه تا روز انتخابات 2020؟ ببینیم، باور من این هستش که اون چه که ایزو بدین اینطوری بگم راحت تر هسته، ممکن است که من خودم گرایش فکری به جناح چپ آمریکا حزب دموکرات نزدیک باشه، ولی عملکرد بخش میان روی حزب دموکرات در شرایط کنونی بیشتر عملی و واقعی میبینم. برای همین هست که پیشبینی من این هستش که اینها در این جدال طولانی مدت در امسال پیش از 2020 تلاش خواهند کرد اون تعداد آدم هایی رو که از نزدیکان، یعنی اصلا قصدشون هم این هست، تلاششون هم این هست، تمام اون آدم هایی رو که در نزدیکای آقای ترامپ بودن و محکوم باید بشن و یا باید براشون حکم صادر بشه و یا نشون داده بشه که اینا هست رو انجام بدن. برای همین هم هستش که الان مثلا فرزندش رو میخوان، بعدا ممکن است دامادش رو بخوان، نمیدونم دختر پیرامونیانش رو میخواد، آقای مکار رو میخواد، خب ایشون میگه نره. بعد اون مثال همیشگی ما ایرانی هم هست، اگر ریگی به کفشتون نیست چرا چنین میکنی؟ تمام تلاش حزب دموکرات این است که اونها هم الان به این باور رسیدن که از این چالش به سود انتخابات 2020 خودشون بهره‌مند بشن. فراموش نکنیم در انتخابات 2020 کسی در این میان حرف رو میزنه که قدرت مالی و اقتصادی رو به مردم داده. حزب دموکرات میدونه که حزب جمهوری خواه از این لحاظ به دلیل اینکه مردم در شرایط مالی بهتر هستن به رئیس جمهور کنونی بیشتر نزدیک میشه تا اینکه ببینه که او خطایی کرده یا نکرده. خیلی ها میگن اصلا اگر خطا کرده که کرده، قانون اساسی زیر پا گذاشته، ما که بیکاری نداریم، داریم زندگی رو میکنیم. شرایط عامه مردم که رأی میده این شکلیه. یعنی در واقع اگه بخوایم خلاصه کنیم، دالر تاکس. بله، همیشه هم همینه. خیلی ممنون. این در برای هم
حزب دموکرات هم داره از این تلاش استفاده میکنه که بتونه ناکارایی نشون بده. یک، خودش در 2020 حتما کنگره در دستش باشه، اگر بتونه در سنا رو به دست بگیره که سنا میدونیم که 33 نفر دیگه انتخاب خواهند شد، بیشتریشون جمهوری خواهان هستن، بتونه تعداد بیشتری رو از اونها جذب کنه و اگر توانست در انتخابات ریاست جمهوری هم بالا بیاد خب فبها، ولی با توجه به کاندیدایی که تا این لحظه داریم خیلی سخت خواهد بود که اینا دعوای درونی حزب رو بتوانند حل بکنن و به سوی انتخاب برن. ممنون، سپاسگزارم از شما آقای رضا کاهرزاد عزیز برای همه اطلاعاتی که به ما دادی. روز خوبی داشته باشید. سپاسگزارم. دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30. این صدای شماست. My name is Ben. I had an Uber accident which was settled for $1 million thanks to Dr. Cameron Yedidi. امیر هستم، راننده اوبر. تصادفی داشتم، پرونده‌ام با $615,000 ستر شد. دکتر یدیدی بسیار ازت ممنونم. This is Eugene, attorney Yedidi won my case $2.5 million. وانا هستم، در تصادفی که داشتم $3 million خسارت گرفتم. Don't waste your time, don't put your case at risk. Dr. Yedidi is the best. اسم من مایک، دکتر یدیدی در کیس من $2.5 million خسارت گرفتم. دریافت بالاترین خسارت در تصادفات رایدشر و اوبر فقط و فقط در دفاتر دکتر کامران یدیدی 818-999-9999. Representations, testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty or prediction regarding the outcome of any legal matter. قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی، Trust, Estate, Probate and Business Planning Attorney. دلایل اصلی برای داشتن تراست و استیت پلنینگ. اگر شما دارای خانه و یا ملک تجاری هستید، اگر بیشتر از $150,000 در حساب مالی خود دارید، اگر فرزند زیر 18 سال دارید، اگر تازه ازدواج کردید و یا تازه طلاق گرفتید، و یا اگر دارای بیزنس شخصی خود هستید، برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت پلنینگ و بیزنس پلنینگ با من علی طلایی با شماره 818-285-285-0 تماس بگیرید. 818-285-285-0. دفاتر در وودلند هیلز، وست لس آنجلس و ایروین. talailaw.com 818-285-285-0. هلو حسن جون، دنبال یه متخصص بیمه های مدیکری میگردم که مناسب ترین مکمل مدیکر برام بگیره. تلفن کن به مجتبی فکورفر. برای رفع مشکلات پزشکی و دارویی جور و جوری هم که دارم، کسی رو میخوام با یه تلفن جواب تمام سوالاتمو بده و یه ساعت پشت خط تلفن با شرکت بیمه کلکل نکنم. زنگ بزن به مجتبی فکورفر. یه بیمه ای عمر میخوام که در طول زندگی سخت بیمار شدم به خودم پول بده و جیم ممبرشیپ مجانی هم میخوام. دیگه چی نمیخوای؟ هم مشکلاتتو حل میکنه، هم جیم ممبرشیپ مجانی برات میگیره. ببین، انتخاب مجتبی فکورفر انتخاب برتر در بیمه های مکمل مدیکر کالیفرنیا است. همین الان زنگ بزن به مجتبی فکورفر. تلفنش هم اینه: 714-921-921-4. 714-921-921-4. عضو 08. مثل اینکه این آقا مجتبی فکورفر مشکل گشاست. دست درد نکنه، خیالم راحت کردی. لایسنس نمبر 0D57926. مجله بین‌المللی جوانان پرتیراژ‌ترین و محبوب‌ترین نشریه ایرانی در سراسر جهان، در 32 سال انتشار خود همچنان در خدمت بیزینس‌های موفق ایرانی با خدمات آنلاین، اینستاگرام و فیسبوک می‌باشد. تلفن 1-833-528-2626. جوانان اینترنشنال مگزین، برای تمام سنین. دکتر فرناز زنده‌دل، نویسنده کتاب من و تو، از شما دعوت می‌کند در مراسم امضای کتاب که در روز یکشنبه 19 می از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر با همکاری شرکت کتاب در رستوران شعله برگزار می‌شود، حضور به هم رسانید.
هر موقع من تماس میگرفتم رایت اوی یکی بود که جواب یک سیستمی رو برای من دیزاین کرده بودن که من دقیقاً میتونستم لاگین بکنم ببینم که کجای کار هستم. من ازش واقعا ممنونم مینو، اصلا من از این استرس نجات دادم. خانی های دیگه خیلی استرس منو بالا برده بودن و اصلا من فکر نمی‌کردم کار انجام بشه. من قبول از شما از زبان فقط سازوبار شما کارتو واقعا موفق بود. آقای اقبالی اول از اون تشکر، خیلی هم ممنونم، متشکرم. برای خود من تجربه کار با آریان اقبالی انریچ فاینانشال تجربه بسیار خوبی بود. از شما هم خیلی تشکر می‌کنم که به همه هموطنای ما کمک کردید. انریچ فاینانشال خونه من نجات داد. دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. خودم خواهم که یه روز بتونم که جبران کنم همه این کاراتون. تنها 1-800 اقبالی، آریان اقبالی. معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی، Retirement planning. برنامه ریزی مالیاتی، Tax planning. انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد، Transfer of wealth to next generation. حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو. اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. نیک کانی 1-800-861-0306. به مناسبت روز مادر شنبه 11 و یک شنبه 12 ماه می با حضور یک خانواده 3 نفره، مادر خانواده میهمان رستوران زعفران خواهد بود. تکون بده بزن بریم به پوش لباس تو ماشین بشین به هم میدیم و پیشنهاد گوش نمونه کجا بریم و رستوران باصفا که عالی هم سرویسش و هم غذاش همه راضی ان از کباب و از شاورماش از ال تا 1000 نوکس همه میریم با هم شرمن نوکس به رستوران باصفای زعفران عاشق کباب متریشم حتی ندیدم تو تجریشم. به مناسبت روز مادر شنبه 11 و یک شنبه 12 ماه می با حضور یک خانواده 3 نفره، مادر خانواده میهمان رستوران زعفران خواهد بود. رستوران زعفران در 14518 ونتورا بولوار در شرمن اوکس 818-582-3291. در خدمت خلق. خب یاران، در این بخش از برنامه به سراغ دوست نازنینی میرم، خانم ژیلا کاشف که نامی آشنا برای جامعه ایرانی هستند. خانم ژیلا کاشف که بنیانگذار نهاد غیر انتفاعی کودکان را در مدرسه نگه داریم، Keep Children School KCIS هستند، در طی این چندین سال که حدود یک دهه بیشتر میشه با کوشش خستگی ناپذیر این نهاد رو به شکوفایی رسوندند و در روز 9 جون امسال شاهد 7 گرد همایی این نهاد هستیم برای جمع‌آوری پول به کودکانی که در ایران مشکل رفتن به مدرسه رو دارن، از نظر مالی امکانات رو ندارن. این نهاد طی سالهایی که فعال بوده بیش از 1000 کودک رو موفق شده که به خانواده‌های ایرانی به عنوان فرزند خوانده بده، به فقط یعنی از نظر تامین مالیشون، و بیش از 5000 محصل رو تونسته از نظر مالی تامین بکنه که مدرسه‌شون رو ادامه بدن و از تحصیل وانمونن. با خانم ژیلا کاشف در این زمینه صحبت می‌کنیم و اطلاعاتی هم در مورد اینکه چگونه میشه به نهاد ایشون کمک کرد و یارانشون پرسش هایی خواهیم داشت. خانم کاشف صبح شما بخیر و خسته نباشید. صبح شما بخیر خانم هماس افشار عزیز و همچنین صبح شنوندگان عزیز. من ممنون هستم از اینکه یک بار دیگر این فرصت رو به ما دادین که من به نمایندگی از طرف یاران KCIS صدای خودمون رو به گوش شنوندگان عزیز شما برسانم. واقعا سپاسگزار هستم از آیش میگم. ما از شما باید سپاسگزار باشیم که واقعا یه همچین فعالیت پر ارزشی رو شما شروع کردید و ادامه دادید و هر روز هم موفق‌تر از روز قبل و هر سال موفق‌تر از سال قبل برگزار می‌کنید گرد همایی رو و تعداد بچه‌هایی رو که شما نهاد شما تونسته به مدرسه بفرسته اصلا غیر قابل باوره. ولی خب این کوشش شما نشون میده که چه جوری تمام خواسته و هدفتون به سرانجام رسیده و هنوز دارید در این زمینه فعالیت می‌کنید. به ما بگید در حال حاضر چند نفر رو
دارید پوشش میدید خانم کاشف؟ بله، اولا من واقعا باید بگم ما یکی از سازمان‌های خیلی خوشبختی هستیم با این یاران هیئت مدیره و مؤسسینی که پشت این سازمان بودن، که نمیخوام وقت بگیرم، در وبسایت ما هست که اینها کیا هستن. این سازمان وقتی به مؤسس تأسیس شد و کسانی که پشت سر ما بودن و حامیانی که از اون سال، از حدود 7 سال پشت ما هستن، باور کنید بیش از 50% این حامیان هر سال، این بیش خیلی بیشتر، هر سال برنامه ما رو میاد و هر سال ما یه سورپرایز خیلی خوبی برای جدیدی برای اینها داریم که نه تنها لذت میبرن از کمک کردن و نگه داشتن بچه‌ها به مدرسه، بلکه از برنامه مونم. اینه که ما فقط یه اصلاح کوچولویی، ما بیش از 1000 تا بچه رو اسپانسرشیپ تا حالا کردیم، یعنی به مدرسه، در مدرسه نگه داشتیم با پرداخت بوسیه و کمک‌های بوسیه. اون اصطلاح فرزندخواندگی که گفتم، چون میدونم بسیاری از کسانی که دارن این کمک رو میکنن، واقعا موقعی که صحبت میکنن میگن بچه‌ی من خودشون، یعنی به صورت احساسی. بله این درسته. فقط این 5000 نفر ما بعد از زلزله کرمانشاه، که یاران واقعا همه به ما، از ما خواستن که ما با کرمانشاه هم بریم، خوشبختانه سازمان ما شد سازمان ملی، یعنی ما تا سال پیش فقط در تهران میتونستیم فعالیت داشته باشیم، ولی از سال گذشته از وزارت کشور اجازه رسمی گرفتیم که در تمام شهرستان‌های ایران فعالیت داشته باشیم. اولین شهرمون کرمانشاه بود که رفتیم. چالی. و از اون بعد تا به کنون بله بیش از 5000 شاگرد بچه‌های کوچیک و دبستان دبیرستان تونستیم تحت پوشش آموزشی سازمان انجمن یاران دانش در و مهر در ایران قرار بدیم، که همیشه در ایران میگن مدرسه خیلی میسازیم، ولی متاسفانه آموزش درست و آموزش نوینی که در جهان پرکتیس میشه در ایران بسیار کم استفاده میشه. و ما سازمان ما در ایران با یارانی که اینجا هستن و همکاری اونها کمک میکنن به این که ما بتونیم این آموزش نوین رو به بچه هایی که در مناطق محروم ایران هستن مخصوصا برسونیم، و اینها رو مخصوصا در شهرستان ها و در روستاهای کوچیک شهرستان ها ما شروع کردیم. در اونجاها محله هایی رو انتخاب کردیم که باور بفرمایید هما جان، بچه ها از کتاب های بسیار بسیار ساده محروم هستن. میتونم حدس بزنم. و واقعا اینی که از تهران محل، یعنی دامنه فعالیتتون رو گسترده کردید و به شهر کرمانشاه رفتید و به اطراف اونجا رفتید، حرکت فوق العاده قابل تحسینیه و آرزو میکنیم که در این فعالیت هاتون همچنان موفق باشین و این کمکی که از خارج از کشور داره میره برای بچه های محصل داخل ایران، یکی از نهادهای قابل اعتماد که تا دلار آخر و تا سنت آخر پولی که شما میدید و به ایران و به بچه ها میرسونه، همین نهاد KCIS هست که میدونم در موقع وقوع سیل هم بسیارانی میپرسیدن که به چه نهادی میشه کمک کرد. من شخصا میگفتم به نهاد شما کمک بکنم، برای اینکه میدونستم که این هر نیتی هر کسی داشته باشه، شما میتونید این کار رو و یارانتون که در ایران هستن بتونید انجام بدید. در برنامه‌های سالانه‌ای که دارید خانم کاشف، چه انتظاری از ماها که میایم اونجا شرکت میکنیم به عنوان شرکت کننده و فقط با حضورمون بخوایم پشتیبانی بکنیم از شما، چه انتظاری دیگری از ما دارید؟ باور کنین وجود نازنین دوستانی مثل خودتون در اونجا باعث خوشحالی ما خواهند شد. همین که ما میدونیم دوستان بلیت میخرن میان اونجا، و یعنی نشون میده که بخشی از وجودشون قلقلک داده میشه برای حمایت از این قدم کوچکی که ما داریم برمیداریم با حمایت بزرگ دوستانمون. اینه که با ما باشن در ذهن. خب کسانی که میتونن به غیر از بلیت خریدن با مبلغ بسیار کوچکی، ماهیانه $50 ما میگیم، اگر هر دانشجویی به ما بدین، ما با خوشبختانه یارانی داریم که دونیشن‌های بزرگتری به ما میدن و با کمک اونها میتونیم این $50 رو تبدیل به مقادیر بیشتری بکنیم، بتونیم به بچه‌های بیشتری کمک بکنیم. میتونن بچه اسپانسر کنن، میتونن به هر مقدار، به قول این خانم بشرای نازنی که من دیشب باهاشون میتینگ داشتم راجع به برنامه‌ای که با ما خواهند بود، میگفتن پول یک کافی رو ما در روز بذاریم کنار، یک کافی مونه کم کنیم بذاریم کنار، میتونه یک بچه محروم از تحصیل را در یکی از این نقاط ایران به مدرسه بازگردونه. ما
از کرمانشاه شروع کردیم ولی الان در چندین استان ایران فعالیتمون رو ادامه دادیم. خب انشالله که موفق تر باشید. اجازه بدید من در فلایر شما خوندم که شما مهمان ویژه‌ای دارید، خانم رخشان بنی اعتماد، کارگردان و فیلمساز مشهور که اتفاقا مهمان ساعت بعد ما هستند، خانم رخشان بنی اعتماد که در این زمینه هم ازشون میپرسیم حضورشون در برنامه شما. ولی سه هنرمند صاحب نام، خانم رنا منصور، خانم بشرا دستورنژاد و استاد شهبال شپره هم دست حمایت به شما دادن و در اون شب هستند، برای اینکه هم موجبات شادی و نشاط کسانی که در اون جلسه هستند رو به وجود بیارن و هم که خودشون کمک کنن به اینکه شما به هدفتون زودتر برسید. و دوست نازنین و همکار ما شهرزاد اردلان هم مطابق معمول همه سال با شماست برای گردانندگی جلسه. جمع خیلی خوبی رو جمع کردید امسال. واقعا بفهمید همینطور، کاملا همینطوری. شهرزاد جون ما یه ذره نگران بودیم ولی من میتونم بگم اگه شهرزادی که ما میشناسیم اگه تو صندلی چرخدارم نشسته بلند میشه برنامه میاد برنامه ما رو اجرا خواهد کرد و هنرمندایی هم که شما اسم بردین همشون همینطور. ما بسیار خوشحال هستیم که تونستیم این سه گروه رو با هم دیگه در کنار هم بتونیم بیاریم. همونطور که گفتم دیشب بشرا جون انقدر منو همرم به من نگفت چیزای کوچولی از سورپرایزی که با خانم رعنای منصور برنامه ایشون تئاتریکال و ایشون آوازخوان اجرا خواهند کرد، اصلا همونطور مونده بودم اشکم سرازیر شد. چون مگه میشه که یه چنین برنامه‌های با قصه گویی تئاتر آواز و بعدم آخر شب با گروه بلکت نازنینمون رقص و به دوستانمون با گروه رقص همون کردن که سانی دوست دارن بمونن. خلاص برنامه هنری ما که اصلا من که خودم موندم چگونه همه این چیزای زیبا اونجا خواهد بود. و در ضمن شما دو سالی که با ما بودیم، دو سال قبل این تکیان کامپلکس هم خب پذیراییش یکی از جاهای واقعا درجه یک. بله. تغییری که در محلم دادید بسیار موثرتره، برای اینکه جمعیتی بیان که خیالشون از بابت بارون و سیل و این چیزا در لس آنجلس، چون قبلا در فضای باز آزاد بود خیلی هم خوب بود، ولی این دو سالی که در یه محل پوشیده است که خیالمون راحته که بلد. از گزند این اتفاقات طبیعت میتونیم در امان باشیم. مثلا امسال در ضمن ما آرت شو هم داریم، قبل از سایلنت آرت شو داریم در قبل از برنامه‌مون که یاران ساکن این آرتیست‌های ساکن ایران و آرتیست‌های ساکن خارج از ایران هم شرکت خواهند کرد. نمایشگاه بسیار بسیار خوبی برای دوستانم خواهیم داشت. در تاگلیان کالچر سنتر کامپلکس در وست هالیوود برگزار میشه، 12 صفیه که واین استریت این برنامه، 9 ماه جون ساعت 6 بعد از ظهر. و اگر که یه تلفن اطلاعات به ما بدید دیگه باید با شما خدافظی کنیم. بله. یا بله. مراجعه به آنلاین وبسایت ما Keep Children in School Foundation. I'm sorry. KCIS Foundation راحت تره. KCISFoundation.org. شماره تلفن 310-207-729-20 در خدمت دوستان مهمان عزیزمان هست. مهمانان عزیزمان خواهیم بود. خیلی سپاسگزارم، به امید دیدارتون در 9 ماه جون. خانم ژیلا کاشف، خواهش میکنم. روز خوبی داشته باشید. آشنایان را چه شد؟ روز 13 اردیبهشت، سوم ماه می، 14 سال از درگذشت سوسن، خواننده مشهور مردمی در شهر لس آنجلس گذشت. به همین مناسبت بخشی از گفتگوهای او رو با چند روزنامه‌نگار و تهیه کنندگان برنامه‌های تلویزیونی ایرانی خارج از کشور انتخاب کردم، از آرشیو دروردم که براتون پخش خواهم کرد. در این بخش مصاحبه نادر رفیعی رو با او در برنامه میدنت شو در سال 1988 میشنوی که تقریبا سالهای آغاز ورود سوسن به لس آنجلس بوده. مصاحبه فرهنگ حمید در برنامه تلویزیونی در گوش و کنار شهر در آخرین ماهای زندگی سوسن در لس آنجلس رو میشنوید که به شدت افسرده و غمگین و بیمار بود، دستش شکسته بود و هرگز هم به درستی شفا پیدا نکرد. و در لابلای آن صدای گوینده مردی که در برنامه بامداد آیدین شو در باری او صحبت میکند رو هم میشنویم. متاسفانه موفق نشدم نام ایشون رو پیدا کنم. اگه دوستانی صدای ایشون براشون آشناست و نام او رو میدونن به من پیام فیسبوکی یا تلفنی بدن تا آخر برنامه نام ایشون رو هم اعلام میکنم. گوش کنیم به درد دل سوسن.
زمانی که در ایران میخوندی حق شما در بعضی موارد ضایع میشد، درسته؟ کم و بیش. چه کسانی و چه چیزهای عامل یک همچنین چیزهایی بودن؟ یعنی از جهت خوندنم؟ آها، یعنی سعی میکردن که شما نخونید. گفتم که تزریقی من نخوندم، تحمیلی هم نخوندم. از رادیو، تلویزیون، روزنامه، هر چی که من باعث شد که من مشهورتر بشم، خودشون اومدن سراغ من بدونی که یک نفر بره یک توصیه برای من بکنه. هیچ این چیزا نبوده. من اگر کسانی که جلوی فعالیت شما رو می‌خواستن بگیرن، خب یک مقداری مثلا پارتی می‌خواست که من نداشتم، ولی در این صورت باز من موفق بودم، خوب بود. رسیدن به شهرت در سخاوت و بخشش شهره شهر شد و تلاشش این بود که در زندگی آنها که از مال دنیا بی کمک اون نیست که پول داری بری مثلا $1,000 بده به کسی همه آدم ها بفهمن، نه. کمک اونی که یواش ببینید کسی نداره، یواش بدونی که کسی ببینه، بری صداش کنی یه گوشه بهش بدی. اونه میگن کمک. کمک جوری نیست که به عنوان گدایی بده به یکی بگی آره این فقیره نمیدونم فلانه، نه. کمک به عنوان بزرگواری اون آدم، چون بزرگواره که میگه ندارم، نمیره دزدی، نمیره کار خلاف بکنه. اینجور کمک ها رو خیلی من دوست دارم و امیدوار هستم که مردم اگر میخوان کمکی بکنن به کسی، یک جوری کمک کنن که نفر بعدی ندونه، نبینه. خانم سوسن، اگر دوربین برنامه ما به روی هموطنان خودمون باز باشه و شما یک دقیقه فقط فرصت داشته باشین که حرف دلتون رو بزنین بدون سانسور، چی میگین؟ بدون سانسور متاسفم که به دنیا اومدم. اگر بگن که دنیای دیگه هست که من معتقد نیستم هست، اگر بگن برمیگردی من میگم نه. ممکن نیست اگه اونجا همین فکر داشته باشم، به من خدا داده باشه، ممکن نیست بگم میرم. ولی سوسن زندگی خیلی خوبی داشته در طول عمرش، چطور ممکنه سوسن خواننده مردمی که از حمایت میلیون ها آدم ایران برخوردار بود و مردم هنوزم دوستش دارن، در این گوشه دنیا این حرف رو بزنه؟ چه چیزی اذیتت میکنه سوسن؟ آیا دنیا اذیت میکنه؟ در این دنیا من حالا تازه میفهمم خیلی هیچ نداشتم، هیچی نبودم. الان میفهمم که این شهرت کاذب چیزی برای هنرمند نمیذاره. شهرتی که با چه بدبختی به دست میاد، جوانیتو میذاری، فامیلتو از دست میدی، برادر خواهرتو از دست میدی، خودت
فرسوده میشی، بعد آتیش نگاه میکنی چقدر بد کاری کردی. یه زندگی عادی برای یه هنرمند، من فکر کنم که وقتی که میتونه شوهر داشته باشه، بچه داشته باشه، خیلی بهتر از این که بیاد اون جور شهرت پیدا کنه و یواش 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 از اسم بره، یعنی فراموش بشه. اولا هر وقت اسم ایران میاد گریه هم میگیره. این نه من نه برای شهرت هم گریه میکنم، نه برای نمیدونم ثروت هم گریه میکنم، نه برای فامیل هم گریه میکنم، نه برای هیچ کس گریه نمیکنم، برای مملکت هم فقط گریه میکنم. که اگر من الان فشرده نبودم اینجا، تو خونه خودم پامو میکردم مینشستم، حتی دو تا فامیلم دورم بود. اینجا چی کار میکنم جز اینکه چند تا دست بزنن من خوشحال کنن؟ خیلی خوب، خیلی خوب. بعدش که میام خونه چی آیدم شده جز یه مش پول که اونم ممکنه به دردم بخوره، ممکنه به دردم نخوره. این دستا به دردم میخوره که با همون دستا شب که میرم بخوابم میگم چرا این دستا من کشید داخل این مکافات کرد. بله، این همان سوسن محبوب و مشهور و سخاوتمند است که در کشوری چون آمریکا و در میان هزاران هموطن ثروتمند کسی نبود که از او حمایت کند. سفر سوسن به آمریکا سفری بود سراسر دردآور که پیامی جز غم و غربت و تنهایی برای او نداشت. و بالاخره در 13 اردیبهشت ماه سال 1383 در نهایت دلتنگی و دوری از سرزمینی که نامش بی اختیار آتش بر جانش می‌زد، تسلیم سفری دیگر شد، سفری ابدی. روانش شاد، یادش گرامی. خوش و حال اونا که همیشه مستند و خراب، دنیا رو آب میبره، اونها رو خوش میبره خواب. خوش و حال اون که زندگی رو جدی نگیری، پشت پا زده به هستی شده مست می نو. دنیا که جای امن و آرام نیست، تنهایی به ترد می و جام می. خب، روز 15 اردیبهشت ماه امسال هم خبر آمد که اسکندر حجتی، مشهور به حجی جون، هنرپیشه سینما و تئاتر موزیکال و شخصیت تلویزیون های فارسی زبان در لس آنجلس، در غربت و تنهایی درگذشت. سرگذشت بسیاری از هنرمندان است که در خارج از کشور به سر میبرند. چنانچه راننده اوبر و یا لیفت هستید، از عضویت رایگان کارت رایتشر ویژه دفاتر پیام شایانی به نفع خود استفاده کنید. به دلیل استقبال و تعدد مراجعه رانندگان اوبر و لیفت، حال دفاتر پیام شایانی دارای رکورد در دریافت بالاترین خسارت در پرونده های اوبر و لیفت، به عنوان پیشرو و اولین دفتر حقوقی تصادفات برای مدتی محدود کارت عضویت رایگان ارائه می کند. رانندگان اوبر و لیفت با عضویت و دریافت ممبرشیپ رایگان کارت رایتشر در دفاتر پیام شایانی، مزایای مخصوصی را چون رنتکار رایگان به همراه کمک‌های مالی از سوی بانک‌ها در صورت واجد شرایطی دریافت خواهند داشت. جهت دریافت کارت عضویت رایگان رایتشر با دفاتر پیام شایانی تماس بگیرید. 818 777 77 77.
بله ما ایرانی و بی ام و بنز دوست داریم، ولی یک زمانی هم احتیاج به یک تراک یا ماشین پرکتیکال داریم. اون وقته که یه راست باید بریم آلن گوئن شورلی در گلندر. تراک نو 2019 کالورادو فقط ماهی $165 با ریبیت $2,250. یه تراک 2019 سیلورادو دی کپ کاستم ماهیانش فقط $195 با $4,250 ریبیت. حالا ماشین برقی 2000 شورلی بولت ای وی، بای بای پمپ بنزین. ماشین برقی ماهی $285 با $7,250 ریبیت. به دو تا متخصص همه الان میتونی زنگ بزنی، نیک یا امیر. آلن گوئن شورلی در گلندل 818-24-5-0 818-24-0-0-0-0 lovemyshevy.com. Lease offers based on approved credit. Down payment, first monthly payment, tax, registration and acquisition fees due at signing. Chevrolet. Find new roads. صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. وانت کانکشن ارائه دهنده مجهزترین سیستم های سولار، دربو، پنجره، روفینگ و ایر کاندیشنینگ. پلانت کانکشن بیاند پاور 818-722-6222 با مدیریت امیر پاشا. همین سه‌شنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر دکتر فرد وزیری در مورد راه و روش صحیح کم کردن وزن و به دست آوردن سلامتی بهتر با شما به گفتگو می نشینند. 818-704-1188. دریافت بیشترین خسارت و یا برترین و بهترین بودن در دفاع از موکلین وظیفه قانونی و اخلاقی یک وکیل است، نه امتیازی برای تبلیغات. من رادنی مصریانی و همکارانم با حداکثر توان از شما دفاع می‌کنیم. امتیاز را شما به ما خواهید داد. دکتر رادنی مصریانی، وکیل تصادفات و اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 866-570-70 mesriani.com. تخصص ما در وکالت است، نه تبلیغات. دیگه خسته شدم اینقدر که از بانک‌ها جواب نشنیدم. میگن جینی چراغ جادو معجزه میکنه. مرا صدا کردید سرور من؟ خسته شدم از دست این بانک‌ها. سرور من کردیت خوب دارید؟ کردیتم 550 است. اوراق مالیاتی دو سال اخیرتون درآمد بالایی نشون میده؟ پارسال آره، ولی دو سال پیش نه. این کار تنها از دست پیام کهن باش و باکس جادویی او ساخته است. گرین باکس لوز 310-488-2010. اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید. سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم. برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین و یا وبسایت meshkinmedical.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. If you're losing your hair, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website at meshkinmedical.com. باشه مامان جون، الان آقای رئیس اومدن، دیگه باید برم. باشه، شیرینی هم میگیرم. باشه باشه، فعلا خدافظ. ببخشید آقای رئیس، مادرم بود. چون هر هفته وودلند هیلز مارکت حراج داره، یه لیست بلند بالا داده که عصر براش تهیه کنم. من عاشق وودلند هیلز مارکت هم. همه جنساشون با کیفیته. قسمت میوه و سبزیجاتشون همیشه بوی تازگی میده. برای مادرم همیشه ماهی و مرغ و گوشت حلال رو از اونجا میگیرم. نون سنگک و بربریشون هم هیچ جا نداره. رستورانشون رفتین؟ بح، راستش الان صرف با اینه که مهمونی میدید از وودلند هیلز مارکت غذا بگیرید. تا گرمش میکنی عطرش تمام ساختمون رو برمی‌داره. ساندویچ دلیشون که دیگه شاهکاره. هنوز امتحان نکردم. چی؟ مارتادلا، اولویه، ترکی به اون پرملاتی نخوردی؟ الان آفیس رو تعطیل میکنم، خودم میرم از وودلند هیلز مارکت برای همه کارمندا غذا میگیرم میام. وودلند هیلز مارکت، کیفیت، تازگی، هر روز تجربه ای نو. 818-999-4477 818-999-4477. سلام. سلام مبارکه، چه در آهنی خوشگلی نصب کردی، خونتو نشناختم. باورت میشه یه در چقدر تو نمای ساختمون تأثیر میذاره؟ تو هم از iwantthatdoor.com گرفتی ها؟ تو از کجا فهمیدی؟ تو سومین نفری هستی که میشنوم رفته اونجا. بهترینن. برادرم هم از iwantthatdoor.com یه در آهنی با طرح تمام رو سفارش داده که نظیرشو هیچ جا پیدا نمی‌کنی. رویاییه.
پس کلی هزینه کرده. عمده داستان همین جاست. همین در خونه من. هر جا میرفتم یه فرنچ دور مثل این حداقل $10,000 میشد. اما با نصبش برام زیر $4,000 تموم شد. چه معرکه، چقدر طول میکشه تا نصب بشه؟ خوبی iwantthatdoor.com اینه که اغلب اجناس رو توی انبار دارن و میتونن ظرف یه هفته برات نصب کنن. شیک‌ترین درهای آهنی، مدرن، کلاسیک، درهای پیوت، گاراژ، گیت و کاستوم مید با قیمت‌های عالی. 877-253-5348 877-253-5348 iwantthatdoor.com. دکتر فربد مجد، وکیل رسمی و مجرب دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین چهارشنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر در مورد قوانین مربوط به طلاق و دعاوی حقوقی با شما گفتگو خواهند داشت. 310-956-4600. برای گذران یک آخر هفته خوش با تورهای داخلی شهرزاد تراول همراه شوید. برای کسب اطلاع با شماره 310-477-9400 تماس بگیرید. KIRN, Simi Valley, Los Angeles, 95.5 FM, HD3. صبحانه با هما سرشار. بسیار عالی، به بخش دوم برنامه امروز خوش اومدید. امروز شنبه 11 ماه می سال 2019 میلادی، برابر با 21 اردیبهشت ماه 1398 خورشیدی است. ادامه برنامه رو در خدمتتون خواهیم بود و میریم به سراغ دوست و همکار گرامی و قدیمیمون آقای دکتر صدرالدین الهی، ببینیم بهانه صحبت امروزشون چی هست. بهانه ها با دکتر صدرالدین الهی. در رمضان نیز چشم شوخ تو مست است. ماه رمضان است و خورشید قده تا شب عید رمضان از نظرها نهان. دریغم آمد که به مناسبت این ماه که در تداول عام به آن ماه مبارک گفته می شود چیزی نگویم. علت آن که در این سالهای دوری و دلگیری گاه و بیگاه می شنوم، می بینم و می خوانم که جمعی بر دین با ادله و براهین خاص خود می شورند. اغلب این شورشیان زخم خوردگان انقلابی هستند که به نام دین آیین بخشایش و کیش تحمل را در سرزمین ما که همواره گهواره همزیستی ادیان و مذاهب بوده است از میان برداشته و اینان در برپایی آن انقلاب به تفاوت سهمی داشتند. چه حاصل که تکرار کنیم حرفهای آنان را که اسلام همین است که اینها آوردند. اسلام دین اعراب است و به زور بر ما تحمیل شده. اسلام یک مکتب فکری ارتجاعی و خشونتبار است و احکام آن با موازین حقوق بشر سازگار نیست. و مؤمنین چه شادمانی ها می کردند وقتی که ماه رمضان مصادف با ایام زمستان می شد و می گفتند روزها کوتاه‌تر است و رنج گرسنگی کمتر. و چه افسوس ها می خوردند هنگامی که ماه رمضان به ایام نوروز می افتاد و حسرت دید و بازدید های تمام روز به دلها می ماند و احتمالاً به دید و بازدید های بعد افطار آن هم با شکم سیر مبدل می شد و بچه های بیچاره در آرزوی چپوی شیرینی و آجیل در اتاق مهمانخانه هنگامی که پدر و مادرها مهمانان عید را بدرقه می کردند می سوختند. ماه رمضان زنگ تفریح سال بود. آدم های بالغ به بهانه روزدار بودن بیشتر می خوردند و بیشتر می خوابیدند و مخصوصاً مردها کمتر کار می کردن. بازار در ماه رمضان تق و لق بود و در عوض مجالس وعظ و نماز جماعت و موعظه پس از نماز در مساجد گرم و پر رونق. بازاری ها شاید ته دل از ماه رمضان دل خوشی نداشتند، چون با زبان روزه
نمیتوانستند دروغ بگویند و کالایشان را بفروشند و نه قسم به دروغ بخورند که جنس را دارند به ضرر میفروشند. جز بازاری ها یک دسته دیگر هم در طول تاریخ اسلام ایرانی دل خوشی از ماه رمضان نداشتند. اینها شعرای ما هستند که گاه به طعنه و کنایه و گاه به صراحت ماه روزه را ماه دور افتادن از می شاهد می دانستند و به فراوانی از رفتن ماه روزه اظهار شادمانی کردند. از شیخ اجل که می گوید کسان که در رمضان چنگ می شکستندی نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند. تا خواجه شیراز که می فرماید زنمه عشق که از او پخته شود هر خامی گرچه ماه رمضان است بیاور جامی. اما شاید هیچ یک از شاعران ما به رندی قاآنی شیرازی از رفتن ماه رمضان اظهار شادمانی نکرده باشد. عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. این با طرب و خرمی و فرخی آمد، وان با کرم و مهنت و رنج و مرزان رفت. عید آمد و شد باز در خانه خمار، شاهد به میان آمد و زاهد زمیان رفت. اما یک شاعری داریم که شغلش شاطریست، غزلهای داغ دارد که بزرگترهای ما آن را با زمزمه آهسته به تحسین می خوندن و بی جهت می گفتن که شاعر بی سواد بوده است. مگر می شود بی سواد بود و اینطور سرود؟ زیر لب وقت نوشتن همه کس نقطه نهد، این عجب نقطه خال تو به بالای لب است. یارب این نقطه لب را که به بالا بنهاد؟ نقطه هر جا غلط افتاد مکیدن ادب است. شاطر عباس طبوحی برای گشودن روزه خود از یک روایت یا حدیث مستحب بودن روزه گشایی استفاده کرده و سروده است: روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است. آری افطار رطب در رمضان مستحب است. نام شاطر عباس صبوحی یک نام دیگر را به ذهنم تداعی می کند. املای این نام تفاوت اندکی با صبوحی شاعر دارد. این را به سین می نویسند و در فارسی به تشدید تلفظ نمی کنند. این نام برای من از سالهای دور آشناست. حاجی میرزا عبدالله صبوحی، او واعظ بزرگ شهر تهران بود. پیش از راشد و فلسفی منبر می رفت. در اون سالها که من 10-11 ساله بودم، منبر حاجی میرزا عبدالله صبوحی جمعیتی کثیر از مستمعین نشتاق را گرد می آورد. تازه رضا شاه رفته بود و منابر آزاد شده بود. حاجی میرزا عبدالله در مسجد سپهسالار تهران به منبر می رفت. اگر زمستان بود در شبستان و اگر هوا مناسب بود تابستان در صحن مسجد. پدرم سه روز 19، 20 و 21 رمضان را بی اون که روز باشد به پای منبر شیخ می رفت و همیشه کلام نافذه او را می ستود. مادرم مشتری هر روزه او بود. اون تابستان را هرگز از یاد نمی برم که ناگهان در صحن مسجد هیس هیسی در گرفت و پچپچی در افتاد. شاه شاه. و ناگهان شیخ عبدالله صحبتش را به حضور شاه در مسجد کشید و از پسر جوان که برخلاف پدر حامی اسلام و قرآن است تعریف فراوان کرد. پدرم مرا در طاق‌نمای حیات مسجد گذاشت تا شاه را ببینم و این دومین بار بود که او را می دیدم. با تواضع و اخلاصی به مسجد خانه خدا آمده بود تا ماه مبارک را گرامی بدارد. حالا فکر می کنم که آیا اون سه نفر که سر رئیس الوزرای او را در مسجد در خانه خدا مورد سوء قصد قرار دادند و دو تن از آنها را کشتند به راستی برازنده نامی بود که به خود داده بودند؟ فدائیان اسلام. آیا یک مسلمان در خانه خدا قصد جان مسلمان دیگری را می کند؟ هجیر، رزمارا، علا هر سه مسلمان بودند. نامهایشان عبدالحسین، علی و حسین بود. نه، مسلمانی از این دست که آدم بکشیم مسلمانی نیست.
این همون مسلمانی است که خواجه از آن به فریاد آمده. گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز و بعد فردایی. برای ما بچه ها اما ماه رمضان ماه زولبیا و بامی و پشمک بود و نان پنجره و قطاب و یخ بر بهشت. و اصلا مثل این روزهای غربت نبود که وقتی به یک رستوران ایرانی می روی تا چلو کباب بخوری، بعد از غذا زولبیا و بامیه به جای دسر رو بگذارن که این دسر ایرانی است. نه، زولبیا و بامیه مال ماه رمضان بود و دو طایفه یعنی مؤمنین معتقد و پایبند به سنت ها و نیز شیرینی فروش های عاقبت اندیش از چند روزی پیش از ماه رمضان به استقبال آن می رفتند. اولی ها با روزه گرفتن استقبالی و این دومی ها با پختن پیش از وقت شیرینی. پیشخان قنادی ها از زولبیا و بامی و پشمک به کوهی میمانست شیرین و مکیدنی. به خصوص زولبیا و بامیه که علامت حلول ماه مبارک بود. من نمیدانم که چرا منقول است که محمد شاه قاجار، این پادشاه بیمار نقرسی و اکول، با حاجی میرزا آقاسی اصلاح طلب اون دوران میگفته است: جناب حاجی، کی میشود ماه رمضان بیاید و ما یک شکم سیر زولبیا و بامیه بخوریم؟ کسی نبوده که عرض کند قربان، شما شاه هستید و هر وقت هوس زولبیا و بامیه بکنید همون وقت ماه رمضان است. بچه که بودیم عاشق توپ افطار مغرب بودیم که ارتعاشش دیوارهای کاه گلی خان را می لرزند و مادر دعایی می خوند و فوت می کرد و با آب گرمی روزه را می گشود. و ما هم به سفره افطار او که سفره شام ما هم بود حمله ور می شدیم. سفره افطار رنگین تر از سفره شام های معمولی بود، به خصوص که زولبیا و بامیه در بشقابی چشمک می زد و جیره ما فقط شبی یک زولبیا و یک بامیه بود و بسلام. توپ سحر را اصلا دوست نداشتیم چون از خواب ناز بیدارمان می کرد. بعدها گفتند رضا شاه این مراسم توپ در کردن را ممنوع کرده بود و بعد از او محمد رضا شاه اجازه داده بود که توپ در کنند. با خود بیندیشیدیم کاش محمد رضا شاه هم فقط توپ سحر را ممنوع کرده بود تا ما را از خواب سحرگاهی نبراند. این سالهای آخر دیگر توپ در نمی کردند و از توی رادیو صدای توپ در کردن می آمد و سید جواد ذبیحی از آن می گفت. اما چه فرق بزرگی بود میان این از آن و آن از آنها که از معزن مسجد سپه سالار، مسجد محمودیه، مسجد عاشق عبدالنبی برمیخواست. همچنان که الله اکبر آن، با الله اکبری که مثل شعارهای حزبی از روی پشت بام ها در سالهای انقلاب به گوش میرسید تفاوت داشت. آن الله اکبری بود برخواست دل با باور به این که خدا بزرگ است و رحمان است و رحیم. من معنی این الله اکبر ماه رمضان را وقتی فهمیدم که در غزل بزرگ شیخ به این بیت برخوردم: بازا که در فراق تو چشم امیدوار، چون گوش روزدار بل الله اکبر است. و در آمیختن چشم و گوش و الله اکبر روزدار و بلندی تنگ الله اکبر شیراز. به ما بچه ها که اعتراض می کردیم چرا نباید روزه بگیریم، گفته می شد که روزه مال آدم های عاقل و بالغ است و هزار هزار دریغ که ما نه عاقل شدیم و نه بالغ. وگرنه توی خیابون ها علم سبز به دست نمی گرفتیم و نمی دویدیم و فریاد نمی زدیم الله اکبر خمینی رهبر. و بعد مجبور نمی شدیم که مثل همون بچه های ناعاقل نابالغ سر به زیر بیندازیم و از اون الله اکبرها استغفار کنیم. به ما می گفتند که در ماه مبارک رمضان در توبه به روی همه باز است، هر گناهی که کرده باشید در مناجات های شبانه بخشوده خواهد شد. ما نمی دانیم که اصلا بلدیم مناجات کنیم تا توبه گناه بزرگمون که انقلاب بود بخشیده شود یا نه. مناجات
کار آسانی نیست. در شب تابستان روی پشت بام ها که بوی کاهگل آب پاشی شده آدمی را از بیخبری به هوش می آورد، صداها در هم می پیچید. آوازها گاه زیبا و گاه درشت و گاهی ناهنجار بود. اما کلمه ها را ما در گاهواره معانی شیرین تکان می داد و بیدار می کرد. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. و صدایی از دورتر که شرم نفس به وجود است و کرامت به سجود، هر که این هر دو ندارد عدمش به ز وجود. و سومی نزدیکتر اما دور از ذهن ما از بخشندگی خداوند مهربان می‌خواند. این یکی خدا را ما از کجا پیدا کردیم که خاصم الجبارین است و می توان به نام او بهترین فرزندان مسلمان زاده ایران را به سینه دیوار گذاشت و به گلوله سوراخ سوراخ کرد؟ آیا در توبه به روی اینها هم باز است؟ اما آن خدا که بر سر بام‌های کاهگلی خانه ما صدایش می زدند، نه این که در میدان تیر ایستاده است. آن اولی خدایی است که دست‌هایش از ابر، چشم‌هایش از نور، دلش از عشق و نگاهش همه بخشایش بی پایان است. یک نفر هم دارد از دور عشقش را صدا می زند. این دیگر نادیدنی نیست. عاشقی است بر سر کویی که از کوچه معشوقه با اون که دیوارش سر می شکند رد شده و حالا بر بام خانه خود که شاید چند بامی از خانه دلدار دورتر است فریاد برداشته است. خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را شام نیست. مطربان رفتند و صوفی در سماع، عشق را آغاز هست انجام نیست. ماه رمضان با دود نفسگیر زغال‌های سماورهای زغالی از حیات خانه به بام می آید. صدای کفگیر بر ته دیگ‌های مسی خبر می دهد که سحری حاضر است. آقا پک آخر را به وافور می زند، زیرا از بلندی شهر فریاد برداشتند که آب است و تریاک، و خانم از کاسه آب یخ به زور دو قلوب آب می خورد و روز فرود می آید و دیگر نمی شود در کوچه سیگار کشید یا آب نبات مکید. و بچه ها که اصرار دارند روزه بگیرند، گفته می شود روزه گنجشکی بگیرید، یعنی روز را به سه قسمت کنید و هر وقت چیزی خوردید نیت روزه را دوباره تکرار کنید. و بچه ها می گویند گنجشک، و فرهاد سالها بعد می خواند گنجشکک عشیم عشیم. چقدر از اونها که روزه گنجشکی گرفتند حالا به دست قصاب باشی ها زیر ساتور رفتند. روز عید فطر است، ماه رمضان رفته است. تو پرویت حلال را که می اندازند مؤمنین پنداری که کول باری از پشت انداختند. بر سر سفره آخرین افطار حلوای آرد برنج، شربت گل با تخم شربتی به همه چشمک میزند و زول بیابامی ها دارند تا سال دیگر با لبهای حسرت زده ما خداحافظی می کنند. فردا عید است. در خیابان بزرگترها به هم تقبل الله و اعمالکم می گویند و آمدن عید را مبارک می دارند. این یکی از دو عید بزرگ مسلمانان است بعد از عید قربان. و در میخانه گشاده می شود. باده گساران در ماه رمضان خیشتنداری کردند و حالا می نوشند. بعضی از آنها که زیرکترند در تمام ماه رمضان به میکده عشق رفتند و گفتند زن باده که در میکده عشق فروشند ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش. اما امروز عید است و آدم های با احتیاط به شادی دست حافظ را گرفته و به میدان آوردند و می خوانند بیا که ترک فلک خوان روز غارت کرد، هلال عید به دور قدح اشارت کرد. آقای سید عبدالحسین مجابی امام جماعت مسجد یک اتاقه دفش خیابان این دوله که
که همه به او آقا موچول میگویند و او گفته است که هر که مرا آقا موچول صدا بزند نفرینش خواهم کرد، با جماعت محدودی از کوچه روحی بالا می رود تا به خیابان شهباز برسد. در زیر عبا شمشیری حمل می کنند. می گویند قدغن کردند که نماز عید فطر با شمشیر خونده شود. اما آقا موچول گوشش به این حرف ها بدهکار نیست. زمین بایری کنار ورزشگاه شماره 3 خیابان شهباز می رسد. شمشیر را به روی عبا می بندد. بعد آن را جلوی رو می گذارد. جماعت به او اقتدا می کنند و او نماز روز عید را می خواند. و بعد در حال خواندن خطبه بر فراز منبری دو پله‌ای به شمشیر تکه می دهد. ما می پنداریم که یک سنت است و جنبه نمایشی دارد. اما در زمین بزرگ قیطریه جماعتی که اصلاً نمی دانند روز چیست و هرگز قبله را نشناختند و هیچگاه به رکوع و سجود نرفتند، نامطهر و آلوده به دنبال شیخی یا سیدی که نمی دانند کیست نماز عید فطر می خوانند که بعد به سوی شهر راه پیمایی کنند. امام جماعت هم شمشیر دارد، مثل اینکه قرار است خدا با شمشیر بیاید. و نه، خدا این روزها مدرن شده. ائمه جمعه با مسلح‌های یوزی و کلاشینکوف نه تنها دوبار در سال بلکه هر هفته نماز می گذارند، مثل اینکه خدا دیگر چشمهایش از نور و دستهایش از ابر نیست، مثل اینکه غفور و رحیم نیست. اگر بود اینها مسلسل به دست نمی گرفتند. با آن شمشیر فقط می شد گردن یک نفر را زد و با این مسلسل می شود خلقی را که خدا به آنها جان داده بی جان کرد. ماه رمضان آن سالها در دور دست دل من گم شده است و من سالهای دوری و دلگیری را پله پله بالا می روم تا مگر آن خدا را که دستهایش از ابر، چشمهایش از نور و دلش از عشق است در دور دست ها پیدا کنم و دستکش بوسم به مالم. به جنبال وکیل تصادفاتی هستید که در کوتاه‌ترین زمان بالاترین خسارت را برای شما دریافت کند؟ با لامن گروپ شان گذرخا، وکیل تصادفات و مشاور حقوقی آگاه ربکا رسیبی با بیش از 20 سال تجربه در امور تصادفات تماس بگیرید. 818-988-77-77 شعار دفاتر لامن گروپ شان گذرخا، وکیل تصادفات، پاسخگویی به مراجعه کنندگان در لحظه به صورت زنده و فقط با یک تلفن است. I'm Sean Gozarko with the Lawman Group. Reach me anytime with one phone call. 818-988-77-77 818-618-0508 دریافت بیشترین خسارت در تصادفات را با تماس به شان گذرخا، وکیل تصادفات و ربکا رسیبی تجربه کنید. thelawmangroup.com عضو 08. سلام نازی جون، تو بیمارستان چی کار میکنی؟ بابا طوری شده؟ نه، پرویز سکته کرده دوباره؟ لابا طبق معمول دکتر نمیره، داروهاش هم نمیخوره. سخت آخه داداش جون، هم دیابت داره، هم کلسترول، هم فشار خون. برای هر کدومش هم باید یه دکتر بره. اشتباهتون همینجاست، یه متخصص داخلی خوب برای همه این دردا کافیه. که اونم گیر نمیاد. اتفاقا همین تازگی ها یه دکتر خوب پیدا کردم. کی؟ دکتر شهریار حیدری، متخصص داخلی از دانشگاه آلبرت اینشتین نیویورک که برد تخصصی داخلی هم داره. من دکتر شهریار حیدری با بیش از 15 سال سابقه طبابت در آمریکا با افتخار در خدمت شما هممیهنانم هستم. شهریار حیدری MD دیپلمات American Board of Internal Medicine، آفیس در سنچری سیتی، تلفن 310-99-930 www.drhaydari.com. سلام، اجازه بده تا چند نکته در مورد کردیت بهت بگم. میدونستی میتونی ظرف کمتر از یک ماه اسکور کردیتت رو به طور قابل ملاحظه بالا ببری؟ این یعنی گرفتن کردیت کارت با لیمیت خیلی بالاتر. این یعنی گرفتن لون با بهره خیلی مناسب. این یعنی گرفتن ماشین مورد علاقت بدون داون پیمنت. و این یعنی همین حالا زنگ بزن اوورنایت کردیت 1-800-557-6990.
1-800-557-6990. من گیتا صرافان، مشاور وام شما. اگر تصمیم به خرید خانه را دارید و نمیدانید از کجا شروع کنید، اگر به فکر عوض کردن وام منزلتان هستید ولی نمیدانید چه نوع وامی مناسب شماست، با من تماس بگیرید. مطمئنم 28 سال تجربه و صداقت من راه شما را همراه خواهد کرد. تلفن تماس 818-907-8158-818-907-8158. گیتا صرافان. من دکتر ناناز پیرنیا به همراه دکتر ژاکلین مشکانیان همین شنبه از ساعت 11 در مورد جدیدترین تکنیک کاهش وزن با نور و به طور طبیعی با شما صحبت میکنیم. 310-286-1480. الو حسن جون، دنبال یه متخصص بیمه های مدیکری میگردم که مناسب ترین مکمل مدیکر برام بگیره. تلفن کن به مجتبی فکرفر. برای رفع مشکلات پزشکی و دارویی جور و جوری هم که دارم، کسی رو میخوام با یه تلفن جواب تمام سوالاتمو بده و یه ساعت پشت خط تلفن با شرکت بیمه کلکل نکنم. زنگ بزن به مجتبی فکرفر. یه بیمه ای عمر میخوام که در طول زندگی سخت بیمار شدم به خودم پول بده و جیم ممبرشیپ مجانی هم میخوام. دیگه چی نمیخوای؟ هم مشکلاتتو حل میکنه، هم جیم ممبرشیپ مجانی برات میگیره. ببین، انتخاب مجتبی فکرفر انتخاب برتر در بیمه های مکمل مدیکر کالیفرنیا است. همین الان زنگ بزن به مجتبی فکرفر. تلفنش هم اینه: 714-921-921-4. 714-921-921-4. عضو 08. مثل اینکه این آقا مجتبی فکرفر مشکل گشاست. دست درد نکنه، خیالم راحت کردی. لایسنس نمبر 0D57926. دکتر هدیه جعفرودی، متخصص در کاهش وزن، در خصوص بهترین راه‌های کاهش وزن با نتیجه متفاوت تر از هر آنچه دیدید در انسینو، بیولی هیلز، گلندل و اورنج کانتی کمک رسان شماست. 1-844-366-6898. Someone being bullied online, you can be a witness and make a difference by letting the world know it isn't cool and by letting your friend know you care. Learn more at eyewitnessbullying.org. Brought to you by the Ad Council. 670 AM Los Angeles. یک هنرمند، یک اثر. یاران، شهر لس آنجلس در هفته ای آینده مهماندار یک بانوی کارگردان، فیلمنامه نویس و تهیه کننده ایرانی و از اعضای اکادمی اسکار هست که فیلم‌های متعددی که ساخت اوست در جشنواره‌های بین‌المللی مورد تحسین قرار گرفتند و در داخل ایران هم توجه تماشاگران و منتقدین رو به خودشون جلب کردند. خانم رخشان بنی اعتماد برای شرکت در یک جلسه گفتگو و نمایش فیلم در دانشگاه UCLA روز 19 ماه می در لس آنجلس خواهند بود روی خط هستند. سراغ ایشون میریم که باشون صحبت بکنیم. نامی آشنا برای همه شما شنوندگان، بانویی که فیلم هاشون در متجاوز از 50 جشنواره بین المللی فیلم در سراسر جهان نمایش داده شده و جوایز متعددی هم بهشون تعلق گرفته. آخرینش و معتبرترینش در جشنواره ونیس جایزه بهترین سناریو رو در برای فیلم قصه ها که در سال 2014 در این جشنواره نمایش داده شد از آن خود کردند. با ایشون گفتگو میکنیم در زمینه برنامه‌ای که اینجا دارند و میدونم یه برنامه دیگه هم 9 ماه جون شرکت میکنن که در گفتگو با خانم ژیلا کاشف به اون اشاره کردیم. در هر دو این زمینه ها از خانم بنی اعتماد پرسش میکنیم. صبح شما بخیر خانم رخشان بنی اعتماد. صبح شما هم بخیر سرکار خانم سرشار و همینطور شنوندگان محترم برنامه. سپاسگزارم که وقت گفتگو رو به من محبت کردین دادین. میدونم که تازه از سفر آمدید و محبت کردید. میخواستم در مورد برنامه فوق‌العاده جالبی که قرار هست روز 19 ماه می ساعت 3:30 تا 6 بعد از ظهر در دادهال دانشگاه UCLA برگزار بشه با شما گفتگو بکنم، چون هم نمایش فیلم هست هم گفتگو با خود شما. اگه ممکنه در این مورد یه توضیح بدید خانم بنی اعتماد. خواهش میکنم. روز 19 می یکی از فیلم های
سری فیلم های کارستان به اسم شاعران زندگی که من خودم شخصانم بسیار به این فیلم علاقه مندم پخش میشه، که این فیلم ساخته فیلمساز جوان و خلاق خانم شیرین بغنوت هست. پروژه کارستان داستانش از این قراره و دلیل حضور من در این برنامه که اتفاقا همزمان با حضورم در امریکا شد و قرار شد که در این برنامه شرکت کنم و ای کاش که خود خانم بغنوت بودند و در نمایش فیلمشون شرکت می داشتن، به این شکل هست که یک پروژه از سالها قبل من داشتم که از همون زمانم تصمیم بر این نبود که خودم این مجموعه فیلم ها رو بسازم. دلم میخواست در یک جمعی از مستندسازان پیشکسوت و جوان بتونیم در کنار هم شکلی از تولید رو به وجود بیاریم که بتونیم یه مجموعه راجع به شخصیت هایی که ارزش های متفاوتی در دنیای پیرامونشون آفریدن، چون من دلم نمیاد بهشون فقط بگم کارآفرین، اینا ارزش آفرین هستن، کسانی که نگاه دیگری به جهان و در واقع با کارهای خودشون رقم میزنن. من این طرح واقعا شاید یه چیزی بیشتر از 12-13 سال پیش در ذهنم بود و هیچ وقت موفق به ساختش نشدم و دلیل اصلیش هم مسئله تامین بودجه بود، چون تامین بودجه اونم برای فیلم مستند در فضای سینمای خصوصی تقریبا میشه گفت یک امر غیر ممکن هست، که بالاخره 5 سال پیش که الان داره تقریبا میشه 6 سال به همت مشتبه میرتحماس و طراحی که برای تولید این کار کرد با کمک بنیاد توسعه کارآفرینی زنان نوجوانان که یک NGO خصوصی هست و در اون زمان مدیر عامل اونجا خانم پیروزه صابر که برای همه کسانی که توی این هیته هستن شخصیت شناخته شده هستن، به هر حال این ایده رو عملی کردیم و موفق شدیم که در مجموع در طول این مدت 7 فیلم ساخته شد که یکیش فیلم شاعران زندگی هست و آخرین فیلمش هم که راجع به شخصیت والای توران میرهادی هست من و مشتبه میرتحماس که تهیه کننده مجموع هستن مشترک ساختیم. به هر حال من به عنوان یکی از طراحان اصلی این مجموعه فیلم و مشاور هنری در این نشست شرکت میکنم و امیدوارم بتونم سوالات رو جواب بدم. چقدر کار خوبی کردین برای حمایت و پشتیبانی از جوانانی که وارد این صحنه شدن خانم بنی اعتماد. این فیلم هایی که تا به حال گفتید 7 تاش ساخته شده همش راجع به زن هایی است که تاثیر گذاشتن و کار آفرینن، یا مرد در مورد زندگی بعضی از مردان هم هست؟ واسه نه ویژگیش ویژگی روی نگاه هست به زندگی زنان؟ نه، در واقع هم شخصیت زن هستن هم. در این تعداد خانم توران میرهادی، خانم سعیده قدس که بنیانگذار محک هستن، خانم هایده شیرزادی که یکی از شخصیت های استثنایی محیط زیست هستن و خانم شیرین پارسی که حالا انشالله در فیلم شاعران زندگی میبینید، بقیه از بین مردان ارزش آفرین و کار آفرین هستن. نه، این در واقع قید رو نه در انتخاب گروه نه در انتخاب شخصیت ها، این تفکیک جنسیتی رو مطلقا از اول قائل نبودیم و هم در مورد فیلم سازان هم در مورد شخصیت ها هم بقیه گروه که در واقع میشه گفت بدون مبالغه گروه سازنده فیلم جز به برترین های سینمای مستند هستند در رشته‌های مختلف، هم از بین زنان بودن و هم مردان، چون من خودم هیچ وقت به این تفکیک به لحاظ جنسیتی قائل نیستم مگر به لحاظ توانایی. خب طبیعتا اگر در حیطه زنان در حد توانایی بالاتری هستن حتما اونا انتخاب میشن. چقدر عالی. این نهاد کارستان یه نهاد غیر انتفاعی است، اینم یه NGO غیر دولتی است خانم بنی اعتماد که در ایران کار میکنه یا خارج از ایران هست؟ نه، ببینید کارستان یه پروژه است که ما جمع ما فیلمسازا که دوره هم جمع شدیم
این پروژه به عنوان کارستان مطرح شد که از ابتدا در واقع ما روی یک مجموعه 26 فیلمی طراحی کرده بودیم که متاسفانه خب باز میگم به دلیل مشکلات مالی اصلا نشد. صرفا با حمایت باز بخشی از خود کارآفرینان و افراد شخصی، یعنی نه شرکتی نه سازمانی، پروژه است که در ضمن فقط هم ساختن این تعداد فیلم نبود. کارستان یک پروژه به عنوان مجموعه از کار هست، یعنی قرار هست که دو کتاب عکاسی از این مجموعه که در چون فیلم های کارستان در جاهای مختلف ایران ساخته شده، در تهران فقط نیست، دو کتاب چاپ بشه، 5 فیلمنامه داستانی الهام گرفته از موضوعات کارآفرینی و نگاه نه این افرادی که در این فیلم ها ساخته شده، مجموعه که حدود 200 خورده نفر روشون کار پژوهشی دقیق شده توسط همون NGO بنیاد توسعه کارآفرینی، 5 فیلمنامه در حال نگارش هست که تو مراحل آخره. در نظر داریم که کتاب‌هایی برای کودکان برگرفته از نقاط الهام بخش زندگی این آدم‌ها ساخته بشه. در واقع کارستان یک تعریف بود برای ما، برای یک جمعی که دغدغه‌های مشترک داشتیم و بتونیم با طراحی تولید که واقعا فقط از پس چنین کار مهمی مشتبه میتحمس برمی اومد، تونست بدون هیچ کمک مالی، بدون فقط میگم افراد علاقمندان، و تونستیم اصل قضیه برای ما پخش دیده شدن این فیلم ها بود. انرژی بسیاری گذاشتیم، خوشبختانه فیلم ها رو تونستیم در ایران اکران بکنیم، در خارج از کشور در دانشگاه های مختلف که خیلی مورد استقبال واقع شد، و هم جای خوشحالی داره هم جای شاید تأسف که دانشگاه های خارج از کشور که از ساخته شدن این فیلم ها مطلع بودن استقبال بسیار بیشتری کردند از نمایش این فیلم ها در با مخاطبین غیر ایرانی، و خب برای ما جای تأسف داشت که برای نمایش اینا در دانشگاه های خود کشور که یکی از واقعا دیده شدن این شخصیت ها میتونست خیلی خیلی برای بچه های دانشجوی ما الهام بخش باشه، با مشکلات و موانع و صرف انرژی خیلی خیلی زیاد از طرف خود ما همراه بود تا بتونیم ثابت کنیم که چقدر مهمه و میتونه لازم باشه دیده شدن این فیلم ها و این شخصیت ها بر پرده بیاد. چه خوب و واقعا خسته نباشید، دم همه شما گرم برای این کارهایی که میکنید. دوستان علاقمند به فعالیت ها و کارهای خانم رخشان بنی اعتماد میتونن ایشون رو روز 19 ماه می در دانشگاه UCLA دادهال اتاق شماره 121 ببینن بین ساعت 3:30 تا 6 بعد از ظهر، همراه با نمایش فیلم شاعران زندگی ساخته شیرین برق‌نورد که سرگذشت زندگی شیرین دیگری است به اسم شیرین پارسی. می‌خواستم ازتون خواهش کنم اگه میشه یه کوچولو برای که خیلی فیلم رو هم همش هیجان فیلم رو از دست ندیم، در مورد خانم شیرین پارسی که یه کار فوق‌العاده‌ای دارن میکنن هم یه توضیح کوچیک بدید خانم بنی اعتماد. بله چشم. اول اینو خدمتتون بگم، انتظار دیده شدن در واقع یک فیلم از یک زندگی خیلی عجیب و نداشته باشه. من شخصا خودم زمانی که همون حدود 10-12 سال پیش با شیرین پارسی و جمعی از زنان کارآفرین آشنا شدم، بدون تعارف میتونم بگم بسیار ازشون آموختم. نگاه دگرگونه به زندگی، نگاه دیگری به خوشبختی، نگاه دیگری به رضایت، و اصلا جهان از زاویه دیگری دیدن، ضمن اینکه حساسیت، اشراف و دغدغه جدی به مسائل اجتماعی جزء لاینفک تمام این کارکترها هست. شیرین پارسی یک زن تحصیل کرده است که بعد از انقلاب به ایران برمیگرده و کار کشاورزی شروع میکنه. کار کشاورزی نه به عنوان یک فانتزی بودن در یک فضای سبز و یک در واقع زن کارفرما، به عنوان یک زن کشاورز و معنای زندگی رو در اون دانه هایی که میکاره
هر کدوم از اینا به ما درسی از زندگی میده. زن تحصیل کرده که چند دوره کشاورز نمونه شد، در کنار کارش زن بسیار فعالیه تو حوزه محیط زیست، تو حوزه حقوق زنان و همه اینا رو در کنار هم بدون هیچ نمایشی، بدون هیچ شعافی بر هیچ پردهی بخشی از زندگیش کرده که اونایی که میشناسنش میرن در کنارش در خانه دلچسب و دلنشینش در کنار همسرش و بچه هاش که اونا هم هستن، هم آدم های ایرانی هم غیر ایرانی، میرن و واقعا یک طعم دیگری از زندگی رو با نگاه شاعرانه و در ضمن بسیار نگاه جدی شیرین پارسی به زندگی طعمش رو تجربه میکنن. من سعی کردم خیلی در ایهام بگم که نخوام دقیقا همه قصه رو بکنم، ولی واقعا جذاب، واقعا شیرین. هنوزم که هنوز من بهش میگم من از تو یاد میگیرم، من از تو زندگی کردن و با این همه تجربه که خودم مو سفید کردم از تو یاد میگیرم. چه جالب. یک بار دیگر هم خانم بنی اعتماد شما رو در 9 جون در برنامه Keep Children School KCSI خواهیم داشت که در ساعت قبل خانم ژیلا کاشف اعلام کردن که شما مهمان ویژه این برنامه هستین و خوشحال میشیم که در اون زمینه هم دوستان به این گروه KCSI که واقعا در ایران کوشش فوق‌العاده‌ای میکنن بپیوندن و اون شب خانم رخشان بنی اعتماد رو به عنوان مهمان ویژه و برگزیده این نهاد ببینن. در هر حال دو فرصت مناسب هست برای علاقمندان ایشون که از نزدیک با ایشون آشنا بشن، صحبتی بکنن باشون، پرسش و پاسخ هست بعد از فیلم و در نشست و یه گرد همایی KCSI هم ایشون حتما با شما دوستان به طور خصوصی از نزدیک میتونید باشون صحبت بکنید و دیدار داشته باشن. خیلی خیلی خوش خواهید آمد به شهر لس آنجلس هفته آینده و هفته اول ماه جون خانم بنی اعتماد و امید دیدارتون رو داریم در اینجا. موفق و پیروز باشید در همه کارهایی که میکنید. واقعا یکی از زنان اثرگذار خود شما هستید در صحنه فیلم و همینطور در صحنه کوشندگی حقوق بشر، محیط زیست، زنان، بیشمار کارهایی که شما انجام میدید و ما قدر همه این زحماتی که شما میکشید رو میدونیم. خواهش من خواهیم سرشار، شما نفرمایید که خودتون یکی از برآمدان همه این حوزه ها هستید در واقعا رسانه. من خیلی خوشحالم که با شما گفتگو کردم. من کاری که هیچ وقت نکردم میخوام ازتون اجازه بگیرم و خواهش کنم که قبل از 9 جون یک گفتگوی کوتاهی با هم داشته باشیم راجع به برنامه‌ای که در اونجا هست و ما به اسم بچه‌ها رو در مدرسه نگه داریم، Keep Children School، و ارزش و اهمیت کار این NGO رو در ایران. من دلم میخواد در یک توضیح کوتاهی برای کسانی که، البته امیدوارم همه دوستانی که شنونده این برنامه هستن در اون برنامه شرکت کنن و آشنا بشن بیشتر و بیشتر از نزدیک با کار این NGO، کار ژیلا کاشف عزیز و همه همکاران محترمش. و من به عنوان یک ایرانی که از نزدیک شاهد اثرگذاری عمیق و جدی این مؤسسه هستم، دلم میخواد که واقعا شهادت و گواهی بدم که چقدر میتونه، چقدر این کمک ها اثرگذاره، چقدر اثرگذار عمیق هست. و در مورد اون برنامه هم باز من باید بگم که مهمان اون برنامه هستم به دلیل علاقه و ارادتی که به NGO دارم و سالها پیش یک فیلم کوتاهی در مورد فعالیت این NGO به اتفاق دوستانمون ساختیم و امسال هم باز یک فیلم کوتاه دیگری که همکاران من، دوستان من که از جمله خانم شیرین برق‌نورد، آقای مهتحمات و بقیه دوستان دارن میسازن که در اون برنامه پخش میشه و من میگم افتخار میکنم که در این برنامه شرکت کنم و به عنوان کسی که از نزدیک شاهد اثرگذاری کارهای منجی هستم بتونم
صحبت کنم و آگاهی رسانی کنم. چقدر سپاسگزارم ازتون. بله حتما، با کمال میل و افتخار. من شاهد اون فیلم قبلیتون بودم، با اشتیاق منتظر این فیلم کنونی هستیم برای در ارتباط با KCIS و حالا که صحبت شد یک دور دیگه اجازه بدید تلفن تماس رو برای کسانی که علاقمند هستن با شنیدن سخنان شما علاقمند تر شدن اعلام کنم. 310-207-7920 310-207-7920 یا kcisfoundation.org برای اطلاعات بیشتر، یا اگه دوست داشتین برای حضور در اون گرد همایی 9 جون که خانم رخشان بنی اعتماد هم مهمان ویژه اونجا هستن و سخن خواهند گفت و فیلمی رو که الان گفتن اعلام کردن که فیلمی همونجا نشون داد و خشش مستند از فعالیت های این نهاد NGO Non-Governmental Organization در ایران شاهد خواهیم بود و تماشا خواهیم کرد. باز هم سپاس و به امید اینکه باز با شما به در ماه جون، اول ماه جون گفته بودید داشته باشیم خانم بنی اعتماد. خواهش میکنم. منم از شما ممنونم، از شما و شنوندگان برنامه خداحافظی میکنم. روزتون بخیر. روز شما هم بخیر. هفته‌ای که در پیش داره. خب اجازه بدید که برنامه‌هایی که در هفته آینده در پیش داریم رو خدمت شما دوستان اعلام بکنم. شروع می‌کنیم نخست از یادآوری و گرامی داشت یاد یک همکار روزنامه‌نگار آقای حسین مهری که فردا یک شنبه 12 می سال روز درگذشتشون هست. یک سال از درگذشت حسین مهری می‌گذرد. یادشون گرامی باد. مرد بزرگ صحنه روزنامه‌نگاری، اهل قلم، نویسنده، مترجم که به دنبال یک بیماری سال گذشته متاسفانه درگذشتند. در اینجا یادشون رو گرامی می‌داریم. آخرین روز نمایش فیلم‌های فارسی در جشنواره سینمای ایران هست در موزه همر میوزیم که دوستانی که شروع کردن از 27 آوریل به دیدن فیلم‌های مختلف در شب پایانی شاهد 3 فیلم خواهند بود. فروغ فرخزاد، از فروغ فرخزاد خانه سیاه هست، یک فیلم کلاسیک که در مورد بیماری جزام هست و از جزام خانه ایران گرفته شده. فیلم خشت آینه کاری از ابراهیم گلستان و فیلم آغاز فصل سرد کاری از سوسن دهیم، هنرمند گرامی که در لس آنجلس به سر میبره. و بعد هم به دنبال این نمایش ها گفتگویی خواهند داشت با سوسن دهیم و دکتر احمد کریمی حکاک در ارتباط با این فیلم ها، نمایش این فیلم ها، که از شما علاقمندان دعوت میکنم که به این برنامه بیاید. برنامه پایانی فیلم جشنواره سینمای ایران امشب هست، 11 می. باز هم فرصتی هست اگر که دوستان بخوان از روی آنلاین یا حضوراً از همر میوزیم بلیط رو بگیرن. همچنین در هفته‌ای که در پیش داریم اگر شروع بکنیم، امشب 11 می یک برنامه هم هست به اسم کنسرت پیر چنگی اثری از علی پژوهشگر با حضور نغمه سرنگ، شایان دخت آبدینی منش و استاد مهرداد عرابی در ماس تیتر در شهر سانتا مونیکا واقع در 31-31 اولمپیک بولوار ساعت 8 شب. تلفن اطلاعات 818-640-8260 و آنلاین iranitiket.com. توصیه میکنم که کسانی که علاقمند هستند به تماشای یک کار مالتی میدیا به دیدن این برنامه برند. برنامه فوق‌العاده جالبی است و متفاوت و تشویقتون میکنم که این برنامه را از دست ندید اگر هنوز بلیتی مونده باشه. در اواسط هفته پنجشنبه 16 می آقایان کیهان کلهر و علی اکبر مرادی، دو استاد نوازندگی، در یک شب کنسرت یا همراهی و بداه نوازی موسیقی کردی با همدیگه خواهند بود که ساعت 8 شب تا 2:30 شب در سکول بار کالچر سنتر واقع در 2701 شمال سپال بدا. و شماره اطلاعات برای این برنامه 440-45-20 310-440-45-20 خواهد بود و کسانی که بلیت تهیه کردند و یا میخوان تهیه بکنن میتونن از طریق
اسکربالد سایت اسکربالد www.skirball.org پروگرام میوزیک کیهان کلهر اند علی اکبر مرادی، هر کدام از اینا رو بزنن روی سامانه اسکربال میاد. این برنامه‌ای است که خود مرکز فرهنگی اسکربال گذاشته با حضور این دو استاد موسیقی ایرانی. همینطور در روز پنجشنبه 16 می ساعت 6:30 تا 9:30 بعد از ظهر پرژن وومن این تک در لس آنجلس برگزار میشه دیدارشون، و در محلش در 1925 سنچوری پارک ایست سویت 1700 هست و این نشست برای همه رایگان هست و ورودش آزاده برای همه. در جمع ایرانیان مدیکال سوسایتی، جامعه پزشکی ایرانی، دیدار ماهانه شون سه‌شنبه 14 می در ویلچر بولوار 9876 ویلچر بولوار واقع در شهر بیورلی هیلز خواهد بود و سخنرانشون آقای دکتر احسان سعادت هستند که جراح در واقع جراح استخوان هستند و در بیورلی هیلتون 9876 بیورلی ویلچر بولوار این برنامه رو برگزار میکنند. شماره تلفن برای این برنامه 310-666-2815 خواهد بود. فکر میکنم که تقریبا تمام برنامه ها رو که به نظرم میرسید و در حافظه مونده بود گفتم خدمت شما. برای برنامه های دیگر جامعه ایرانی شما میتونید مراجعه کنید به پورتال های مختلف از جمله iranianhotline.com که بیشترین پوشش نشست ها و برنامه های جامعه ایرانی رو داره. به پایان برنامه رسیدیم. سپاسگزاری میکنم از فرشاد بلندیان کارگردان فنی برنامه، مهمانان گرامی برنامه رضا گوهرزاد، ژیلا کاشف، دکتر صدرالدین الهی، رخشان بنی اعتماد، با یاد گرامی سوسن، و سپاسگزاری از نادر رفیعی، هوشنگ حمید و احمد آزاد. ممنونم از سعید دهیمی نازنین که صدا رو شناخت و به یادم آورد که این صدا مال احمد آزاد بوده. در گفتگو با استفاده از گفتگوهای اونها در سال‌های گذشته تونستیم یادی از سوسن خواننده مردمی کرده باشیم. باز هم قدردانی و یادآوری میکنم، یاد حسین مهری رو گرامی میدارم و به این وسیله برنامه امروز رو تقدیم روان او میکنم. قدردانی میکنم از شما شنوندگان وفادار که با کلام گرم و پرمهرتون ما رو دلخوش میکنید. همیشه همگی رو به هفته پر از مهر و عشق و آرامش میسپارم. تا برنامه دیگر و هفته دیگر. آهنگی یا ترانه‌ای رو که در هفته گذشته تمام محصلان دبستانی و دبیرستانی رو به رقص واداشته در ایران و حکام جمهوری اسلامی رو عصبانی کرده رو باز یک دور دیگه میشنویم با تشکر از ساسی مانکن. اینجا تهرانه، اگه شاخ بشی کار دستت میدن. سلطان سلطان جون بر قربان، من خیلی عاشقتم و توی همه دنیا. سلطانه سلطانه همش دور همه کردانه، عکساش همه هشتگ لاکچری تهرانه. همه میگن ساسی پاشو همه رو برخصون دادا.
عزیز، صدای منو میشنوید از کالیفرنیا آمریکا. سلامتی فابریکا، سلامتی ایمرلو، مخلص همه سینگلا هفتادی آشاسیو، سلامتی مشیا، سلامتی فیمسا، عاشقتونم افتزا، سلامتی اونا که بالا، سلامتی چش قرمزا. من برادرز and 95.5 FM HD3 رادیو ایران. من هادی شکیب نژاد، مدیر کلب اینشورنس، با 29 سال تجربه در خصوص بیمه عمر، اتومبیل، خانه، انواع بیمه‌های تجاری، سلامتی، کمک رسانه شما هستم. 818-340-8002. دکتر فرباد مجد، وکیل رسمی و مجرب دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین چهارشنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر در مورد قوانین مربوط به طلاق و دعاوی حقوقی با شما گفتگو خواهند داشت. 310-956-4600. خوب چشم‌هایتان را باز کنید. فراوانند کسانی که با وعده‌های رنگارنگ شما را به آسمان رویاهای مالی و اقتصادی پرواز می‌دهند. اما یادتان باشد شما برای پرواز تا انتهای مسیر به بال‌هایتان نیاز دارید. آیا این بال‌های خیالی تا انتهای مسیر یارای پرواز دارند؟ کمپانی اینریچ فاینانشال با مدیریت آریان اقبالی و گروهی از برزیده‌ترین و مجربترین کادر پیگیری شما را تا مقصد آرامش همراهی می‌کنند. شما می‌توانید برای ستل کردن انواع بدهی و وام‌های دانش آموزی و همچنین ترمیم، تسهیل و بهبود کردیت خود با اینریچ فاینانشال تماس بگیرید. با ما تماس بگیرید. 1-800-344-2254. 1-800 اقبالی. آریان اقبالی. چقدر زیباست وقتی یک پزشک با درایت و دانش خود سبب از بین رفتن درد و رنج بیمار می شود. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 برد تخصصی جراحی های قلب و عروق سالهاست که در درمان اشکالات پای بیماران با استفاده از لیزر موفق بوده و آسودگی و نشاط را به آنها بازگردانده. سردبیر محترم مجله جوانان از تجربه شخصی خود سخن می گوید. من به عنوان یک ژورنالیست همیشه خود را مدیون و سپاسگزار دکتر سام ابراهیمی، دوست بسیار نازنین و پزشکی قدر می دونم که با یک عمل بسیار ساده، یک اقدام بسیار تخصصی تونست بیقراری پاهای منو که شبها خواب منو گرفته بود و صبحها برای نوشتن توانی برام نگذاشته بود از بین ببره و به همین مناسبت همیشه مدیونش هستم. مشکلات رگهای پا توسط بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت میشوند، پس دیگر درد رو تحمل نکنید و همین امروز با یکی از مکتب‌های دکتر سام ابراهیمی در انسینو و گلندل تماس بگیرید. 818-900-2700. بله، 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش داده یا از بین ببرد. شنبه 11 می دینر دنس گالا به مناسبت روز مادر با ملکه بی‌رقیب صحنه های هنر شهره. منم عکسش پاره کردم، نمهاشو پاره کردم، فکری اشاره کردم. استارز آن برند. تلفن رزرو 818-805-4600. 818-805-4600. A Wendy's Frosty is something special, and for a limited time, a Frosty is just 50 cents. An American classic for a classic price. It's not quite a milkshake, not quite an ice cream cone. It's definitely chocolate or vanilla. That choice is on you. Use a spoon or a french fry. Anything goes. A Frosty makes summer special. Yep, there's nothing quite like a Frosty. And at Wendy's, we got you with a Frosty for 50 cents. Get yours before this deal melts away. Small Frosty only at participating Wendy's for a limited time. Price and participation may vary in Alaska and Hawaii. اکبر جون به پا طرف قرمز رو رد کرد. اوخ اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد. آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم. کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه. آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. ای سر یدیدی. چی بهش گفتی اکبر آقا؟ چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه. ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی. اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول و برتر در تصادفات. 818-999-99-99. اگر برای گرفتن گرین کارت، سیتیزنشیپ، مدیکال، مدیکر و امور بازنشستگی مشکل دارید، با خانم اشرف حبیبی تماس بگیرید. 949-552-1122 949-552-1122. In 50 feet, turn left. Why are you driving so slowly? After a few drinks, I'm taking it slow. Well, you're not fooling the cop behind you. What? Get ready to pay in 0.1 miles. Getting pulled over for buzz driving could cost you around $10,000 in fines, legal fees, and increased insurance rates. Nothing kills a buzz like getting pulled over for buzz driving, because buzz driving is...